و تمامی کسانی که ما رو از یوتیوب کانون و اپلیکیشن کانون دنبال میکنن و همچنین عرض ادب هم خدمت مهمانان گرامی جلسه، سرکار خانم جاله بقا و جناب آقای گلزار. خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. امروز 27 سپتامبر 2022 مصادف با 5 مهر ماه 1401 رفت ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی، جلسه ویژه کمیته زنان رو برگزار میکنیم. موضوع این جلسه حق اعتراض هست با محوریت نقش زنان در دادخواهی. خب ابتدا اجازه میخوام یه مروری بر وقایع چند روز اخیر داشته باشم. همطور که هممون میدونیم روز 23 شهریور ماه گشت ارشاد خانم مهسا امینی رو در تهران به دلیل اینکه حالا به نظر خودشون بر حجاب بوده دستگیر میکنن، علیرغم درگیر شدن برادرشون و خواست ایشون برای آزادی خواهرشون با برادر خانم مهسا امینی هم برخورد میکنن و میگن که 1 ساعت فقط کلاس برایشون برگزار میشه، یه امضا میگیرن و بعد آزاد میشن و ازشون میخوان که برن خیابان وزرا برای جایی که کلاس ها برگزار میشده. منتها متاسفانه بعد از 2 ساعت جسم بیجان مهسا امینی رو به بیمارستان کسرا منتقل میکنن. از همون ابتدا شروع میکنن مثل همیشه به صحبت های دروغین که مهسا امینی مشکل مغزی داشته، جراحی مغز داشته، تحت درمان بیماری سر بوده، مشکل قلبی داشته، ایست قلبی کرده. ولی پزشکان بیمارستان کسرا اعلام کرده بودند که به محض ورود مهسا امینی به بیمارستان ایشون سطح هوشیاری بسیار پایینی داشته و مردمکاش میدریاز کامل بوده. میدریازی کامل یعنی اینکه خب یه اتفاق خیلی وحشتناکی برای مغز افتاده، یه خونریزی شدید. همونطور که میدونیم سی تی اسکن های منتشر شده در فضای مجازی هم شکستگی وسیع رو در مغز و خونریزی و ادم مغزی رو تایید کرد که نشون از ضربات شدید به ناحیه سر بوده. بعد از 2 روز که در واقع جسد مهسا امینی رو به خانواده تحویل میدن، اعتراضات از همون بیمارستان کسرا شروع میشه. روز بعد در سقز در زمان خاکسپاری اعتراضات رو ما میبینیم و این اعتراضات ادامه پیدا میکنه و استمرار داره، طوری که ما امروز 11 روز اعتراضات رو پشت سر میذاریم و اعتراضات روز به روز میبینیم که فراگیرتر میشه، از شمال تا جنوب کشور، از شرق تا غرب کشور، همه اقشار، پیر و جوان، زن و مرد، جوان، دانشجو، محصل، کاسب، بیکار، تحصیل کرده، هر قشری که شما تصور کنید توی این اعتراضات شرکت میکنند و نه تنها در ایران بلکه این اعتراضات به صورت جهانی واکنش های اکثر افراد رو در پی داشته. حتی سلبریتی ها، خواننده ها، هنرمندان خارج از کشور، سیاستمداران چه داخلی چه خارجی، میبینیم که مثلا به صورت عجیب دارن واکنش نشون میدن. گرچه که ما قبلا هم اعتراض داشتیم در سال 78 برای آزادی بیان، 88 برای اون حق رأی که از مردم سلب شد، 96، 98، 1400 برای مشکلات اقتصادی، ولی سوال من از سرکار خانم ژاله وفا این هست که چی شد، چه اتفاقی افتاد که این اعتراض دیگه از جنس اعتراضات گذشته نیست؟
چه اتفاقی افتاد که این همه فراگیر شد و الان واقعا من خودم موندم که اسم چه اسمی روش بذارم؟ آیا جنبشه؟ آیا واقعا یه پیش انقلابه؟ انقلابه؟ ممنون میشم که توضیحاتتون رو بفرمایید. مایک در اختیار شماست. بله، خیلی ممنون. ابتدا تشکر میکنم از برگزار کنندگان این جلسه. ممنون و متشکر که موضوع بسیار جالبی را انتخاب کردید و این فرصت رو به من دادید که در خدمت شما عزیزان باشم. این سوال این است که بعد از این به درستی برشمردید انواع اقسام قیام ها و مطالبات و خواست های مختلف و انگیزه های مختلفی که برای این به اصطلاح قیام ها وجود داشته رو، خب چرا به پیروزی نرسید؟ الان جنبش در چه حاله؟ و اسم این رو میفهمیم هم که متفاوت با قبل. چند ویژگی داره این جنبش و اینکه با اونا با بقیه جداش میکنه، بدون اینکه از نقطه نظر محتوا ضدیتی با بقیه داشته باشه. مثل پلکانی است که یه ملتی طی میکنه در طول تجربه بسا سیاسی اجتماعی اقتصادی خودش، در تجربه‌ای که در حیات ملی خودش باید برای مبارزه و برای کسب آزادی ها و استقلال و آزادی وطنش کسب بکنه، این پله ها رو رد میکنه، میبینه هنوز این نیست اونی که من میخوام، اونی که جنبش رو همگانی کنه. ما میبینیم الان با وجود که چند مثلا از 26 شهریور تقریبا شروع شده، زیاد عمری نداره این جنبش، ولی یه ویژگی هایی داره که هممون متوجه میشیم که متفاوته با قبلی ها. از دید من اون ویژگی ها رو خدمتون عرض میکنم و میگم حالا چرا با چه اسمی میشه شاید روش گذاشت روی این جنبش، بدونی که بخوام برای مردم قیم باشیم و تعیین تکلیف بکنیم، ولی خب هر شهروند ایرانی میتونه نظر خودش رو در این زمینه به عنوان کسی که در این جنبش شرکت داره، چه خارج کشور باشه چه داخل کشور، بیان کنه. و اون اینکه این جنبش یکی از بارزترین ویژگی هاش همین است که سراسریه، یعنی محدود به شهرهای کوچکی نیست، محدود به فرض کنید جنوب شهر نیست، محدود به شمال شهر نیست، شعارهاش در مورد مطالبات خاصی نیست. با همه احترامی که همه ما قائلیم برای فرض کنید مطالبات جنبش معلمان یا جنبش کارگران که خواسته های صنفی داره و این خواسته های صنفیشون هم حقشونه، باید هم داشته باشن، اما الان در این جنبش ببینیم که شعارها مربوط به یه صنف خاصی نیست، حتی با وجود اینکه انگیزش و حرکت مثلا ابتداییش و حرکتی که رنگ میده به این جنبش از زنانه، صرفاً هم شعار مخصوص زنان نیست، بلکه همه ملت رو در بر میگیره، بلکه حقوق همگانی رو در بر میگیره. وقتی شعار داده میشه زن، زندگی، آزادی، در این سه شعار میبینیم سه تا امری که همیشه مورد سرکوب این نظام واقع شده و مردم اتفاقا همین رو فریاد میزنه. این رو ما میخوایم، زن میخوایم، زن باید حضور داشته باشه در این صحنه کشور و وطن نقش داشته باشه، زن ما خواهان زندگی هستیم و ما خواهان آزادیمون هستیم. پس بنابراین شما به شعارها نگاه کنید، حتی اگر یه ویژگی دیگر رو بر بشمارم، وقتی که پدر مهسا عنوان کرد که مهسا متعلق به همه ایرانه، فقط مال کردستان نیست، و بعد در همه اقوام ایران، این هفت قومی که ایران رو متحد نگه داشتن، شعار دادن کردستان گرفت از دو دسته از دید من. یکی این از گروه های تجزیه طلبی که همیشه قصد داشتن مسئله رو قومی کنن در ایران و بعد بگن این قوم خاص فرض کنید حق داره جدا بشه از ایران، بهانه بیارن، این رو با این همبستگی که بین اقوام به وجود اومد در این جنبش و شعارهای همگیری که در این زمینه دادن به پشتیبانی از همه اقوام، مستمسک رو گرفتن از دست گروه های تجزیه طلب. دو، مهمتر از همه از دست این نظام
که بر اساس تفرقه کن و حکومت کن، تفرقه بینداز حکومت کن، همیشه کارش خواسته پیش ببره. ابایی هم نداره، تفرقه بین اقوام بندازه، تفرقه بین زن و مرد بندازه، تفرقه بین ادیان بندازه، بین مراما بندازه، فرقی براش نمیکنه. مهم این است که به اصطلاح سود این تفرقه رو و چندگانگی رو و مشغول کردن دسته ها و گروه ها و مختلف مردم به هم رو ازش استفاده میبره. پس بنابراین این همبستگی که بین اقوام به وجود اومد در این جنبش، به شعارها توجه کنیم، میبینیم که مستمسک از هر دو دسته گرفته. مسئله سوم بین گذشته و آینده، این شعارهایی که همه در همه شهرها سر داده شده، مثل شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. این که حالا برگردیم گذشته بهشت بر این بود در نظام قبلی و حالا ما میخوایم به عقب برگردیم و این نظامی که به اصطلاح یه ادم میگفتن نه برگردید عقب و ببینید چقدر بد بوده، این نظام خوبه، از این دوتا طرز فکرم این مستمسک رو گرفت که ما ستمگری نمیخوایم، فرق هم برامون نمیکنه اسمش چی باشه. به نظر من حتی برای آینده هم این رو یه نوید میده که ما هیچ گونه تعویض قدرتی نمیخوایم که روشش روش ستمگرانه باشه. به ما فرقی نمیکنه با چه اسمی، با اسم نظامی سر کار بیا، با اسم حزب ترازی نوین سر کار بیاد، با اسم ایدئولوژی سر کار بیاد، با هر اسمی سر کار بیاد، ما نظام ستمگر رو نمیخوام، ملت میخواد آزاد زندگی کنه. امروز من شما اسم گفتید که چه اسمی بذاریم برش، امروز اتفاقا در یه شعار دیدم در بخشی از فکر کنم تهران بود، اجازه بفرمایید الان میخوام به اصطلاح وفادار باشم به خود شعاری که مردم دادن، اینجا من نوشتمش، شعار دادن که ما انقلاب تا انقلاب نکردیم به خانه بر نگردیم. ببینید حالا اگه فرصت دادی در بخش شاد سالهایی بشه من در زمینه انقلاب صحبت کنم، چون انقدر در دوران اصلاح طلبا مثلا صفت بد به این انقلاب نسبت دادن، به خود انقلاب امر انقلاب به معنای خشونت زاست و غیره، که یه عده رو یه عده از جوانان رو نسلهایی رو ترسوندن از انقلاب. حالا من اگر فرصت شد به موقع خودش تعریفم رو از انقلاب به دست میدم و چرا این رو عرض خواهم کرد که این نظام به غیر از با انقلاب از به اصطلاح جا بر کنار نمیره و این انقلابی که میگیم چه محتوایی باید داشته باشه تا اون انقلاب ره ببره به آزادی ایران، به استقلال ایران، به یک زندگی پررفاه برای جامعه ایران و یک جامعه حقوند بدون تبعیض، به خصوص برای زنانی که سالیان سال در این به اصطلاح فشار زندگی کردن. خب یکی از اون ویژگی هام نقشی است که ببینید من این فیلم ها رو مثل شما عزیزان حتما دقت کردید، من فیلم ها رو خیلی سعی کردم با دقت نگاه کنم در روش هایی که مردم به کار میبرن. در خیلی از این اعتراضات مثلا فرض کنید 98 و 97 جوری بوده که بعضی از مردم حمله میکردن به نیروهای سرکوبگر، اونام ضد حمله میکردن و بعد با پرتاب سنگ یا هر چیزی کوکتل مولوتوف بر میگشتن مردم. الان یک روش های جدیدی ابداع کردن که حالت به اصطلاح به شکل گازنبور، به شکل قیچی از همه طرف به این نیروهای سرکوب محاصرهشون میکنن و خلع سلاحشون میکنن و بعد یه چند تا هشدار هم بهشون میدن، ما شما رو میشناسیم، این در توان بود هست که شما رو از بین ببریم ولی بیا برگرد به دامان ملت. این روش رو با این نیروهای سرکوب اتخاذ میکنن و من در یک خیلی از این فیلم ها حدود 12 تا فیلم رو من کنار کشیدم جدا کردم، دیدم که خانم ها خیلی جاهای دختر خانم جوانی چند تا آقا مثلا پسر یا مردی هستن کنار مثلا دارن پیاده روی میکنن، میبینه که این نیروهای سرکوب میاد، این دختر خانم است که شجاعت و تحور داره میره جلو رو وسط اون نیروهای سرکوب و روسریشو بر میداره یا شعار میده یا شروع میکنه اعتراض کردن بهش. یا یه خانمی هست فرض کنید در بجنورد، یه شهر نسبتاً کوچیک ایران، میاد وسط
حدود 17 نفر تقریبا فکر کنم اگه اشتباه قاطی نکنم دو تا فیلم رو با هم، نیروهای سرکوب که دورش محاصره کردن و اونجا به وجدان اینا اشاره میکنه، میگه که مگر تو عراقی هستی که به کشور من حمله کردی؟ تو ایرانی هستی در کشور خودم، کشور من، به من زن ایرانی داری حمله میکنی؟ یعنی خیلی با صدای رسا و شجاعی از حق اون دادخواهی، موضوع صحبت شماست اینجاست، دادخواهی میکنه از حق همه زنان ایران که اینجا مملکت منه، من باید تو مملکت خودم آزاد باشم. توی ایرانی رول یک دشمن عراقی رو بازی میکنی و میای به من حمله میکنی، مونده اصلا بهش نمیتونن هم حمله بکنن. پس این نقشی رو که خانم ها در این فعلا در حال حاضر، امیدوارم که خب هر ملتی از تجربه هاش درس میگیره و وجدان جمعی و همگانی خیلی سریع با تیزهوشی خیلی سریع ابتکار به خرج میده و این ابتکارات بر هم افزوده میشه، امیدواریم در حال حاضر خانم ها همیشه در انقلاب ایران، چه در انقلاب ایران سال 57 چه در دوره‌های بعدی، نقش پیشتاز رو داشتن، اما این بار یک نوع تحور، این که من نیاز ندارم کسی از حق من دفاع کنه، خود من کاملم برای اینکه حقم رو به کرسی بنشونم و از حق خودم دفاع کنم. این رو مشخصه، اینو قشنگ آدم می‌بینه در این فیلم‌هایی که به اصطلاح در فضای مجازی پخش میشه، اینکه خانم ها منتظر نمیمونن دست جاتی از آقایان بیان به دفاعش، خودش جلوی اونها تحور داره و وارد به اصطلاح محلکه میشه و بقیه تازه میرن به اینکه شجاعت پیدا میکنن که به اون بپیوندن و به اصطلاح بتونن با این نیروهای سرکوبگر مبارزه کنن. پس بنابراین میبینیم که این شعارها، شعارهایی که کل جمعیت رو، کل ملت ایران رو، حقوق کل سراسری جامعه رو در بر گرفته، یه نوع ائتلاس، یه نوع بردن این جنبش به یک مستوای بالاتر و اعلاتری نشون میده. البته خب آفتهایی هم این جنبش میتونه داشته باشه، باید اینها رو هم تذکر داد، باید به اینها رو هم سنجید و برای اون تمهیداتی سنجید تا این خدای ناکرده این آفتها گریبانگیر جنبش مردم نشه و مرحله به مرحله سنجید توان این نظام رو، کجاها به اصطلاح پاشنه آشیل این نظامه میشه، اونها رو به چه ترتیب شکست. فرض کنید من چند تا دانشجوی عزیز، یک تحت عنوان فعالان اجتماعی، یک اطلاعیه نوشته بودن برای دعوت به اعتصابات سراسری که الان ما می‌بینیم دانشگاه ها بهش پیوستن، دانش آموزان به همچنین، و آرام آرام امروز هم من خوندم که اعتصابات کارگران پیمانی شرکت نفت گفتن اگر که این کشتار پایان نیابد ما اعتصابات سراسری میکنیم. خب اینها نوبات سنجید، اینکه دعوت به اعتصابات و اینکه بنویسن، فرض کنید همه بنگاه های اقتصادی، کارخونه ها، شرکت ها، فرض کنید ناوگان حمل و نقل کشور، همه به اعتصاب بپیوندند، خب این نسنجیده است از دید من. باید نگاه کرد سنجید، به خصوص اقتصاددانان آزاد مستقل در درون ایران که پاشنه آشیل این نظام از نقطه نظر مالی به کدام یک از این بنگاه ها و شرکت های یا صنایع داخل به اصطلاح وابسته است، اونجا باید اون اعتصابات بشه. ولی اعتصاب نباید در فرض کنین حمل و نقل به شکل آدشون، این نظام که خودش مثلا نیروهای سرکوبگرش رو میتونه جابجا بکنه، که اگه شما اعتصاب بکنید هر گونه تردد حتی برای بیمار، مردم بیمار هم سلب میشه، و جنبش رو نباید در این تمهیدات که سنجیده میشه ناتوان کرد. باید به این زنجیره سراسری نگاه کرد که اون زنجیره های ضعیفتر، افراد کم بضاعت، افرادی که توانشون به وسیله یه نوع اعتصاب، مثلا فرض کن شما نمیتونی شرکت های دارویی بگید که اعتصاب بکن، خب جامعه میخوابه، و اینا مراحلی است که جنبش که پخته میشه خودش در تجربه یاد میگیره، یا میشه هم
هر ایرانی به اصطلاح مبتکری، هر ایرانی که دیدبان تیز هست، آفتهای جنبش رو از دید خودش به نظرش بیاد و به جامعه خواب بکنه. باید خیلی 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 نگاه کرد که مردم ایران، حتی از انقلاب 57 باید دست گرفت که مردم ایران اون بخش های از جنبش که میتونن ضعیف بشن، فرسایشی بشه، خسته بشن. من 57 وقتی که شرکت نفت اعتصاب کرد، مردم، من از هر کسی از خانواده خودش نگاه میکنه، من خانواده هم فرض کنید اگر 5 تا پیت نفت میخریدن به تعداد افراد میدادن، 3 تاش مال همسایه هایی بود که این توان رو نداشتن بخرن. یعنی یک نوع همبستگی ملی به وجود من. خب اینا حالا مراحل بعدی جنبش، اگر فرصت شد با اجازتون من به آفتهایی که این جنبش رو هم میتونه تهدید بکنه خواهم پرداخت. ولی نقش، یک جمله آخری رو عرض کنم خدمتتون، نقش نمادین زنان در این جنبش از این روح ها از اهمیته که زن به عنوان یک نیروی محرکه که خودش نیروی محرکه سازه، فرض کنی فرزند داره یا فرزند تربیت میکنه. بعضی ها سعی میکنن چون این نظام از لغت مادر بسیار سوء استفاده کرده، این نقش کلیدی زن رو که به اصطلاح پرورش دهنده و تربیت کننده انسان رو کم کم ارزش کنن. به نظر من نقش بسیار پر ارزشی داره. اگر مادری به حقوق خودش واقف باشه و این رو به نسل‌های بعدی که شامل مرد و زن هست، پسر و دختر خودش انتقال بده، هیچ رابطه سلطه زیر سلطه ای نمیتونه دوام پیدا بکنه. چون روابط سلطه زیر سلطه که در رابطه با هر کشور، در درون یک کشور باشه، درون یک خانواده باشه، در سطح جهانی باشه، از تضعیف زن شروع میشه. پس یعنی زن این رو که نیروی محرک سازست رو آنچنان محدودش میکنن که نتونه حقوق خودش رو به نسل ظهور برسونه، نتونه این حقوق رو نسل به نسل انتقال بده تا بدون اون پسر و دخترش که این حقوق ذاتی منه، مال قدرت نیست که از من بگیری یا به من اعطا بده، این منم که باید اون رو بهش عمل کنم. این نقش کلیدی زنان، وقتی که شما فرض کنید یه مادری جلوی دختر و پسرش یه عمر به خاطر روسری، حتی فقط یه نمونه رو بگیریم، احساس تحمیل میکرده، احساس فشار میکرده، خب چون این مادری نمیتونه باز و گشوده همه حقوقی رو که بهش اعتقاد داره، بهش باور داره و در درونش به اصطلاح قلیان میکنه به عنوان حقوق ذاتی، این رو به عمل در بیار. پس بنابراین جامعه خمود میشه، چون نسلهای آینده به تطمیع، به تحقیر، به سکوت، به منعقد، به اصطلاح مقید بودن به بعضی از ضوابط دیگر ساخته، باید خودشون رو به اصطلاح اونجوری بار بیارن. پس بنابراین الانی که این زن بلند شده، نماد آزادی شده، زن زندگی آزادی، تحول بسیار بزرگیه و من امیدوارم که این جنبش یا این انقلاب، انقلاب حقوق با اسم پیدا بکنه. این نظر من بود، در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم. سرکار خانم وفای عزیز، شما اشاره کردید به حالا این که به تدریج باید جلو بره. فقط من اینجا قبل از اینکه مایک رو به آقای سبزیان بدم، الان مردم میترسن اگر اینکه این اعتراضاتشون شکست بخوره، واقعا موج شدید خفقان جامعه رو فرا میگیره. از این روز که مردم واقعا انتظار دارن از همه ارگان ها اعتصاب کنن، اعتصاب فراگیر باشه، طوری که حکومت ضعیف بشه. و یه چیز کم سابقه ای که الان توی این جنبش ما میبینیم اینه که رهبر نداره، لیدر نداره، از تو خود مردم دارن رهبری میکنن و این واقعا زیباست. خود مردم جنبش رو دارن رهبری میکنن و همینجوری داره پیش میره. و حالا اینکه امروز مثلا من داشتم نگاه میکردم دانشجوهای دندان پزشکی
که اومده بودن صحبت میکردن و اعتراض میکردن، میگفتن که قسمتی که مریض دارن حالت اورژانسی داره، دانشجو اونجا موندن که کار مریضا کار بیماران نخوابه. یعنی این نشون میده که خود مردم دارن رهبری میکنن، به بهترین شکل دارن اعتراضاتشون رو جلو میبرن و این رو حق خودشون میدونن که دیگران حمایت کنن و این اعتصاباتی که خیلی انتظارش رو دارن. الان ما شورای هماهنگی صنف فرهنگیان رو دیدیم که گفتن که ما به اعتصابات میپیوندیم، 24 دانشگاه اعلام کردن و این باعث روحیه دادن به مردمی میشه که الان واقعا با دست خالی دارن اعتراضات خودشون رو پیش میبرن. من مایک رو به آقای سبزیان میدم. مایک برای شما آزاده، بفرمایید آقای سبزیان. درود و عرض ادب دارم خدمت همه همکاران گرامی. من اولا عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه دوربین ندادم و دوربینم خاموشه، به خاطر اینکه تازه رسیدم و حالا احتمال داره نیم ساعت دیگه بدم دوربین رو روشن کنم. خود همه خاموش، عذرخواهی میکنم از این بابت. من صحبت های خانم وفای گرامی رو گوش دادم و صحبت های شما رو همینطور صحبت اخیرتون رو خواستم نظر خودم رو بدم. من خودم به شخصه حالا نمیدونم چند تا اعتراضات حداقل بودم و چند تا شاید حداقل شرکت کردم، نه تنها من، احساس میکنم همه ما یه حسی داریم، حالا نمیدونم امید چیه، ولی وقتی که مهسا امینی کشته شد یه چیزی در ما اصلا شکوفه زد، در ما اصلا انگار به وجود اومد، نمیدونم چی اسمشو بذارم، و پر از امید هستیم حداقل خود من. اما در مقابل یه استرسی گرفته منو که حتی نمیخوام بهش فکر کنم، که دوست دارم، امید دارم که این جنبش اتفاق میفته و میتونیم استرس از این بابت که میگم حتی دوست دارم بهش فکر کنم که نشه، یعنی به فکرش فکر کردنش هم اصلا نمیخوام برسه. چون بحث خود این جلسه هم برای نقش زنان تو حق خواهیه، 100% همکارانی که حالا به عنوان فعال زنان هستن بارها شنیدیم که هی میگن انقلاب زنان، انقلاب زنان، و من در وهله اول این جمله رو بگم. ببینید من تو این چند وقت، تو این میتونم بگم 10 تا 12 روز 13 روز فرهنگ لغتم تغییر کرده. اگه یکی خیلی شجاع باشه نمیگم خیلی مرده، میگم خیلی زنه، کلا تغییر کرده. و اینکه حتی به این اعتقاد رسیدم که نگیم 80-70، با اینکه خودم هم 70ام، بگیم همه. چرا؟ من استرس رو دارم به خاطر اون تفرق اندازیایی که میتونه اتفاق بیفته. من اصلا نمیگم که زنان، یعنی یک زن، اصلا یک زن، یک ایرانی اومد این اتفاق رو رقم زد و بدون شک اصلا امکان نداره. ما 100% میدونیم، باور داریم که یک زن بود که شروع این اتفاق بود و حتی خانم شاسبنی هم اعلام کردن که رهبر نداره این جنبش. اما من بر باور شخصی که دارم رهبر داره، اما رهبر قبل از این که اصلا جنبش شروع بشه الان کشته شده و زیر خروار خاک قرار داره. و سوالی که از شما داشتم خانم وفا در مورد این بود که آیا بهتر نیست در حال حاضر حداقل دوستانی که حالا دارن فعال حالا زنان هستن این قضیه انقلاب زنان رو یکم احساس میکنم باعث تفرقه نشه، نمیدونم چجوری توضیح بدم بهتون، چون من خودم شعارم هی میگم زن زندگی آزاد، بدون شک همه ما داریم اینو میگیم، همه ما مهساییم، همه ما ایرانیم، همه داریم فعالیت میکنیم. اما نقش زنان بود، من دوست دارم نقش فعالان زنانم الان تو این وضعیت خیلی واسه من مهمه، چون من دوست ندارم واقعا، یعنی اصلا نمیخوام فکرم بیش بکنم که نشه و کوچکترین چیزی که باعث تفرقه بشه، حتی فکر تفرقم ایجاد بشه رو نمیخوام باشه اصلا تو این شهر، چون میخوام بشه این اتفاق بیفته. و دوست داشتم نظر شما رو بدونم. من مایک رو روم.
ممنون از شما آقای سبزیان گرامی، دقیقا به نکته خوبی اشاره کردید، اینکه به همه امید داد. من آمار خودکشی ها رو که همیشه دنبال می کنم این چند روزه ندیدم واقعا، چون تمام اونایی هم که می خواستن حالا خودکشی کنن احتمالا یه امید دوباره گرفتن. خب دلیل اکثر خودکشی ها ناامیدی بود از شرایط موجود توی ایران و واقعا به تمام ملت ایران، حتی نه تنها ملت ایران، حتی فارسی زبانای افغان، زنان افغان یه امید دوباره داده به کل خاورمیانه. و واقعا حالا آقای سبزیان گفت انقلاب زنان، با شجاعت تمام توی این ویدیوهایی که میاد نیروهای سرکوبگر باتوم رو برداشتن که بزنن به مثلا مرد، زن میاد دستشو میگیره که به مرد نزنن. اصلا این شجاعت من ندیدم واقعا، اصلا تحسین برانگیزه. ولی فکر حالا میشنویم پاسخ سرکار خانم وفا رو برای اینکه حالا این اختلاف نیفته، اگر کلمه انقلاب زن گفته میشه چیکار کنیم که اختلافی در آینده به وجود نیاد؟ بفرمایید، خواهش میکنم. عرض کنم نکته بسیار مهمی رو جناب آقای سبزیان اشاره کردن. من قبل از اینکه پاسخ مستقیم بدم یه مقدمه عرض بکنم، چون ربط داره به این پاسخی که میدن، تفاوت بین حقوق و منافع. دیدید که تو ایران مرسوم میگن منافع ملی، همیشه هم دیدید که سرشو زب کردن. منافع همیشه باید یکی نفع داشته باشه یکی ضرر کنه. شما نمیتونی نسبت به دیگری نفع داشته باشی بدون که دیگری ضرر کنه. پس بنابراین وقتی اسم منافع میاد به صحبت از تبعیضه، صحبت از دوگانگی، صحبت از اینکه یه عده‌ای ببرن یه عده نه. حتی در صد جان شما اگه بگی منافع ایران، یعنی پس بنابراین نسبت به کشور دیگری این باید دست بالا رو داشته باشه. ولی وقتی میگید حقوق ملی ایران یا حقوق زنان یا حقوق مردان یا حقوق شهروندی یا حقوق انسان یا حقوق طبیعت، دشمنی کنارش نمیبینید. این حقوق ذاتی اون موضوعه و باید به اجرا در بیاد. پس بنابراین کسی در دیگری احساس تقابل نمی کنه که آه این حالا حقوقش میخواد بهش برسه، یعنی من نباید باشم. وقتی که روی حقوق زنان تاکید میشه، یه هشدارم هست به مردانی که سلب میکنن، میخواد در حکومت باشه، میخواد در خانواده باشه، میخواد در همکار باشه. اون حقوق ذاتی توی مرد هم هست، بهش عمل بکن و در حد خودت بمون. حقوق دیگری رو تو نمیتونی نقض کنی و نباید هم نقض کنی یا مانع و سد جلوی اجراش در بیاری. بنابراین الان تر تمامی قیام های کتاب حال شده، چون یه مقدار بر اساس منافع دسته ها و گروه ها بوده، سراسری نشده، باعث نشده همه ایران به پا بخیزه. برای اینکه خب محترم حقوق این صنف، حقوق اون صنف، اوکی، ولی من از اون صنف نیستم. فرض کنید من شرکت نفتی ام، فرهنگی نیستم. خب هستن که آره مسلما همم اعلام میکنن حقوق فرهنگیان باید بهشون رسیدگی بشه به صلاح، یا حقوق کارگران. ولی وقتی که هستی من و شما به عنوان حقوق انسانی ما، حقوق شهروندی ما درش تبعیض نمیبینیم، میگیم حق تو حق منه، اینا ظروف مرتبطن، هیچ ضدیتی با هم نداره. حق من حذف بشه حق تو حذف میشه. اگه این دید، اینو نگاه به حقوق شکل بگیره، بعد دیگه یه انقلاب نه زنونه میشه نه مردونه میشه، مال همه مردم ایران میشه، همه ازش بهره مند میشن و در این حقوق همه هستن که آینده ایرانی رو بر مبنای حقوق در همه بنیادهای اجتماعی، در همه روابط اجتماعی شکل میدن. الان بسیاری از مردان، آقای سبزیان عزیز به یک اشاره جالب کردن، گفتن در من یک تحولی رخ داده. درسته؟ این تحول امیدوارم هم گونه مثبت شاد پر امیدی که در ایشون رخ داده در مردانی در ایران رخ بده که روابط سلطه با زن برقرار میکنن.
اگر این تحول به اون شکل در مردان رخ بده، متوجه میشن که در کنار زنه که میتونن رشد بکنن. شما نمیتونید یک خانواده رشدیابی داشته باشید وقتی یک نفر رئیس بقیه مرعوسن. شما نمیتونی یک شرکتی رو اداره بکنی که رئیس نقش برتری و برتری طلبی به خودش بده نسبت به کارمندان و کارگران اون شرکت. اگر حقوق برابر اینجا تعریف نشه، اون شرکت خیلی سریع هم به ورشکستگی میفته، یا یک مناسبات خسته کننده تبعیض‌آمیز پرزور برش حاکم. همین وضعیتی که در حال حاضر ایران مردمش در همه وجوه زندگی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی حس میکنن چیه؟ زوره. زوری است که به هم میگن. در صورتی که وقتی اسم حقوق میاد، نیازی به این تبعیضات نیست، نیاز به برتری نیست. من به نظرم زنان ایران نیازمند این نیستن که بگن ما این انقلاب حالا مال ماست، از آن شما مردان نیست، یا بر ضدیت با مرد این به صلاح جنبش شکل گرفته. اتفاقا برعکس، زنان چون تربیت کننده انسانن، میدونن که این حقوق حقوق مشترکه، این حقوق حقوق ذاتی همه است، و نمیتونه یه مادر دخترش رو دارای حقوق ببینه، پسرش رو فاقد اون حقوق ببینه. اگر این تحول در ذهنیت اونهایی که تا به حال مردسالار رفتار میکردن یا فکر میکردن هم رخ بده، دیگه بازگشت این نوع تبعیضاتی که زنان این همه جورش رو کشیدن در طول این تاریخ، مرتب از طریق هم رفتار درون خانواده ها، خیلی از خانواده ها رفتار درون مبتنی بر قوانین ظالمانه زن ستیز ضد زنی که تا به حال وجود داشته، جور کشیدن و اذیت شدن. این مرد نیاز نداره که این رفتار رو انجام بده، میتونه زندگی چه در محیط کاری، چه در محیط خانواده، چه در سطح ملی، روابط مبتنی بر حقوق پر امید، شاد، بدون زور، سازنده داشته باشه. پس از دید من، جامعه زنان ایران که نیمی از جمعیت ایران رو تشکیل میدن، از فیلم هام اینجوری بر نمیاد، از شعار هام این بر نمیاد که حکم برتری طلبی و به اصطلاح اینکه این مال ماست و اون نوعی از نگاه ضدیت طلبی فمینیستی، نوعی از دید فمینیستی به نظر من اشتباه، که زن الان نوبت زنه که سلطه برانه، همچین چیزی رو من از این فیلم ها ندیدم و امیدوارم که شعارهایی داده نمیشه که موجب این نوع نگاه تفرق برانداز بشه و واقعا تفرق برخواهد انداخت اگر جدا بکنیم جامعه رو، نصف زن نصف مرد، حال نوبت زنان که به مردان اچاف کنن، و انقلاب حقوق باشه، همه حقوق برابر داشته باشن، دست در دست هم متحد برای یک ایران حقوند، یک ایران آزاد و آباد که مرد و زن با حقوق خود، حقوق ذاتی خود، با تکیه بر اون در کنار هم در صلح و آرامش و با به اصطلاح امید زندگی کنن. بعضی ها وقتی آدم این صحبت ها رو میکنه میگن شما خیلی ایدئالیستید. چرا باید ایدئالیست؟ اولا اگه این ایدئال رو باید هر روز به تحقق واداشته شو، بردش به صحنه عمل. زنان یه فضل دارن به نظر من، و اون این است که هنرمندن، به این معنی که ناممکن رو ممکن میکنن. امیدوارم که در این جنبش این ناممکنی که در ذهن بعضی ها میاد که نمیشه زن حقوند، زنی که دارای حقوق هست، در کنار یک مرد پر با حقوق خوب زندگی کنه، این رو بشکنن و این رو نشون بدن که خیلی هم شدنیه و بی خود نیست که یک جامعه ها در تمام کشورها نگاه کنی یه تراز جمعیتی بین زن و مرد وجود داره. ضدیت بین اینا به وجود بیا، زندگی هر روز جهنمه، هر روز خشونته. اگر دوستی و حق مداری اصلشون بشه، دادخواهی اصلشون بشه و بر داد زندگی بکنن، و به اصطلاح این زندگی بهشت میشه برای خودشون و هیچ هم در سطح
آرمان به معنای دست نیافتنی نیست. من آرمان رو خیلی هم دست یافتنی میدونم و معتقدم خیلی خیلی هم امکان پذیر. خود این صحنه های فیلم ها نشون میده اتحاد زن و مرد در مبارزه با یک نظام فاسد حاکم بسیار هم ممکنه و در عمل هم میبینی. من اون نگرانی رو ندارم آقای سبزیان گرامی، چون جنبش زنان ایران رو اینگونه نمیبینم که حس برتری طلبی داشته باشه. امیدوارم پاسخ شما رو داده باشه. وفای گرامی، توی حکومت زن ستیز اسلامی شاید اصلا این انقلاب زنان رو، این نام رو خود مردان گذاشتن، چون واقعا ظلمی که بر زنان شد اصلا قابل تصور نیست. شما نگاه کنید، به زن تجاوز میشه. دیشب خبرش اومد، سرهنگ نیروی انتظامی برای بازجویی از یه دختر 15 ساله بهش تجاوز میکنه و بعد میگه اگر بگی، بله دقیقا، اگر بگی اون قتل اتفاق افتاده رو رو دوش شما میذارن. بازداشت های وسیع، زندانی، یعنی توی زندان چه بر زندانی های زن میگذره؟ من خودم مادرم، میدونم که وقتی یه زن بچه دار میشه امیدی دوباره میگیره، ولی بر سعدا خدیرزاده چه گذشت که با وجود اینکه نوزادی داشت دست به خودکشی زد؟ واقعا اینقدر ظلم بر زنان توی رژیم اسلامی زیاد هست که فکر میکنم خود مردان میگن این انقلاب زنانه. تصورم نیست که خود زنان بگن این انقلاب زنانه، چون زنان دارن میبینن که مردان پشتشونن. جناب آقای سبزیان بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. خیلی ممنون بابت پاسختون بانو وفای گرامی. من صحبتم خود زنان نیستن، فعالان زنانه. الان مثلا من هی دارم میرم این کلاب هاوس و در مورد این صحبت میکنم و منم اینم عرض کردم خدمت، اصلا من خودم دارم میگم که رهبر این جنبش شخصی بوده که الان کشته شده. تا این حد من باور دارم به این قضیه. حتی گفتم زن زندگی آزادی شعار ماست و فقط اگر این حرفی هم زدم این مردم گفتم به خاطر ترس از اون تفرقه است که تفرقه نندازم. همین، یعنی فقط صحبت هم همین بود و منم واقعا به این باور هستم. حالا شما فرمودید که در مورد آفتها، من میترسم این یه جور خودش آفت این جنبش بشه اگر به این تفکر ادامه بدن تو این کلاب هاست که من دارم میبینم، یا اینکه هی میگن دهه 80 70 در حالی که من 60 رو میبینم 50 رو میبینم. جنبش قوی تره دقیقاً. و اینکه برای بهتر از این است که از جایی بهشون دیکته بشه از دیگران. و این خانمات خیلی مواظب بود، ماهایی که در خارج از کشور هستیم با وجود اینکه نقش بسیار اساسی ایفا میکنیم در صدای حق طلبانه پژواک صدای مردم باشیم، نقش قیم مردم رو به خود نگیریم. این رو باید خیلی مواظب باشیم و تعیین تکلیف نکنیم. هر ایرانی آزاد بیان خودشو بکنه، نقطه نظر خودشو بگه، نگرانیشو بگه، بیم و امیداشو بگه، هشدار بده، زنهار بده، ولی تعیین تکلیف نمیتونه برای بقیه ای بکنه که خودشون در صحنه تا پای مرگ رفتن جلو و بگه تو حالا این شعار رو بده. دیدید در مثلا فکر کنم یکی از سال 98 بود، یه عده اومدن در خارج کشور اتاق فکر درست کردن، شعار درست کردن و مسیر راهپیمایی برای مردم تعیین کردن. به نظر من بسیار بسیار اون یه نقش قیم آبه. حالا این نگرانی که فعالان زن ممکنه این رو در کلاب هاسا جا بندازن، فکر نکنم الان مردم در به صلاح جنبش راه خودش رو پیش میره. مسلماً هم به نگاهی به خارج هم داره، اما بر اساس نیازهای خود شعاراشو تعیین میکنه. پس بنابراین، ولی این نگرانیتون درسته، ممکنه اگر این دامن بگیره و این القاعات زیاد بشه تبدیل بشه به یک آفت. باید خیلی مواظب، نگرانیتون رو صحیح میدونم، منتها باید به اندازه بهش بها داد. این باعث بشه اون امید شما را مانع نشه. بله، سپاسگزارم از توضیحات کاملتون.
حالا با توجه به شرایط کنونی چی کار کنیم ما که الان خارج از کشوریم و همینطور حالا افرادی که در ایران هستند که این جنبش روز به روز قوی تر بشه؟ شما با توجه به تجربیاتی که دارید چه پیشنهادی میکنید به هم خارجی ها خارج از ایران هم داخل ایران؟ ممنون میشم. بله، در بخش داخل ایران که بسیار مهمه، باید آفتهایی که ممکنه جنبش بهش دچار بشه رو بدون رو درواسی طرح کرد. اینو حق هر ایرانی است که هر جا باشه در. اما ابتدا بپردازم به نقش ایرانیان خارج کشور از دیدگاه من. ببینید، یه چیز هست تو ایران، این یه 40 سال، یعنی نمیگم 43 سال، بلکه 3 سال اولش وضعیت اینجوری استبدادی نبوده در این بعد از انقلاب. 40 سال این نظام الغا کرده، سعی کرده خارج کشور رو با داخل کشور را ارتباطش رو قطع کنه. الان شما توجه بفهم برای چی اینترنت رو میبنده این نظام؟ برای که نمیخواد بین داخل و خارج کشور ارتباطات باشه، نمیخواد که صدای مردم توسط ایرانیان خارج کشور پخش بشه، افکار عمومی جهان مطلع از جنبش مردم بشن و دولت‌های خودشون رو تحت فشار قرار بدن برای زد و بند یا قراردادها یا به رسمیت شناختن این نظام فاسد. پس بنابراین نقش ایرانیان خارج کشور بسیار کلیدیه. در همین چند روز اخیر شما میزان تظاهرات در تورنتو، در سوئد، در برلین، در حتی شهر کوچکی که من هستم، در بسیاری از به اصطلاح کشورهای دیگری مثل دانمارک و غیره دیدید دیگه، دیدید که این به اصطلاح در معرفی این جنبش چه نقش عظیمی داشتن. پس بنابراین به نظر من نقش خارج کشور دوتاست، دوتا عمده است. البته میشه یکی این که پژواک این نظر مردم باشه، نذاره که دنیا بی خبر بمونه. در اعتصابات، در اعتراضات 97-98 تقریبا این کار شد، اینترنت ها رو بستن، ارتباطات کم بود و نمیشد این به صلاح این شکل نگیره. خود اون جنبش هم چون یه مقدار صنفی بود، یه مقدار بی پراکنده بود، خواستها و شعارها شعارهای همگانی نبود، همگانی نشد. اما یک کار دیگه این است که توجه بفرمایید تفاوت خارج کشور داخل کشور چی. اولا گفتم که این نظام یه الغا میکنه، میخواد جدا بکنه، هر کس هم در ایران کاری بکنه نسبتش میدن شماها با کشورهای بیگانه یا جاسوس یا زنده انقلاب خارج کشور شما رو تحریک کرده. پس میفهمیم که این نقش خارج کشور یا مهمه. نقش دومی که خارج کشور داره، تفاوتش این است که در داخل ایران محیط سانسور. دوستان، شما مطبوعات سالم نداریم تو ایران بساس آزاد که نظر مردم رو پخش بکنه و بنویسه و به اصطلاح بیان و نظر و راه حل های مردم رو انعکاس بده. پس محیط خارج کشور یه محیط بدون سانسوره، محیط آزاده. شما اینجا برای کار تحقیقی، برای کار به اصطلاح افشاگرانه دست آزاد داره، دست باز داره. پس باید شما بشید آن دست جنبش در درون ایران، چه در این دوره‌ای که نبوده به اصطلاح جنبشی به نظر می اومد نبوده، درسته که جنبش یک سیری رو طی می‌کرده، مردم که بیکار نبودن فقط امروز بلند بشن که به فرم‌های مختلف مخالفتشون رو با این نظام نشون دادن. خب تا در اون فواصل هم ایرانیان خارج کشور یا گروه‌های سیاسی خارج کشور وظیفه‌شون این بوده که یک افشاگری کنن، دو معضلات سیاسی اقتصادی فرهنگ اجتماعی کشور رو شناسایی کنن و راه حل ارائه بدن. این وظیفه رو اگه گروه سیاسی نکرده، هدفش صرفا قدرت بوده. شما نمیتونی یه جامعه رو با هزاران بحران، از بحران بازنشستگان بگیری تا انواع و اقسام بحران‌های اقتصادی، تا انواع و اقسام نابسامانی‌های اجتماعی و بگید ما فقط می‌خوایم این نظام بره، ما بیام جاشو بگیریم.
بدون اینکه بگن این بحران ها راه حل داره، راه حلاش هم اینه و به موقع در اختیار مردم قرار بسه. این وظیفه نیروهای سیاسی خارج از کشوره. حالا برمیگردیم به اون آفت ها. یکی از آفت ها که شما از من به درستی خانم شاهسوار اشاره کردید این است که گفتید که این جنبش رهبر نداره، لیدر نداره و داره پیش میره. گفتید این زیباست. از این لحاظ شاید به نظر شما زیباست که کسی ادعا نداره، یعنی الان کسی نیومده قیم ملت بشه بگه که شما جنبش بکنید من رهبریتون میکنم. از این لحاظ بله زیباست. هر جنبشی رهبری خودش رو در طول زمان پیدا میکنه به نظر من. اما بزرگترین آفت، توجه بکنید به بهار عربی، آقای فقط در تونس تا بیزانی که فعالان سیاسی آلترناتیو داشتن، جانشین داشتن، رو قانون اساسی از قبل کار کرده بودن، توانست موفق بشه. در همه کشورهای عربی به خصوص مصر که خیلی پتانسیل بالایی داشت، آقای البرادی اومده در بسیاری از به اصطلاح تظاهرات هم شرکت کرده، بد و بیرا هم میگه به اخوان المسلمین، ولی ازش میپرسن جانشینش چی داری، شما چه چیزی دارید به عنوان بدیل، متون تدوین شده شما برای جایگزینی نظام مبارک چیه؟ نداره. خب معلومه که بلا فاصله همون اخوان مسلمی رو بگیرن، یه دیکتاتور بزرگتری مثل السیسی میاد بدتر از مبارک حاکم میشه و قلقم میکنه. این که اسم خاصی نیست یه امره، اینی که بدیل نیاز داره یه جنبش، یک جنبش باید چشمنداز داشته باشه، یه جنبش باید بگه من چی میخوام و چی نمیخوام. بدون این که بگه من چی میخوام، فقط چی نمیخوام فایده نداره تا معلوم نکنه. شما ببینید هر ایرانی به نظر من این کارو میکنه، هر ایرانی باید در ذهنش حداقلش این است که یه تصور بکنه، بگه من چه آینده‌ای از ایران میخوام، در یه آینده میخوام که یک بشماره در بعد اقتصادی، نمیشه بگی در رفاه 100%، رفاه 100% تدریج بخواد. من فردای انقلاب میخوام خونه داشته باشم، فردای انقلاب میخوام نمیدونم ماشین آخر سیستم زیر پام بشه، عملی نیست، هیچ جای دنیا هم عملی نبوده، ولی در فردای انقلاب میخوام هزینه هام رو درآمدام بتونه بده. فردای ایران من میخوام کشورم با رانت کار سر و کار نداشته باشه، بتونه ما بتونیم حداقل های زندگی رو بدون اینکه 5 تا کار بکنیم انجام بدیم. من میخوام امنیت شغلی داشته باشم، امنیت غذایی داشته باشم، تبعیض نداشته باشم، بتونم در دانشگاه رشته مورد علاقه‌مو بخونم، درباره ثبت نام دچار تبعیض نشم، سهمیه‌های عجیب غریب به نزدیکان قدرت نداشته باشم، انواع و اقسام رانت‌های سیاسی اقتصادی وجود نداشته باشه. این نابسامانی‌های مثل اعتیاد و فحشا و کودک کار میزانش بسیار کم بشه، چون اینا رو بشکن نمیشه کمش که، با تدریج میخواد که این همه بحرانی که ایجاد شده و نیازهای انباشته شده رو کمش. در آموزش و پرورش اینو تبعیض‌ها رو نمیخواد. هر انسانی، هر ایرانی باید تصویر آینده رو در ذهنش داشته باشه. من نمیخوام فلان بنیاد سیاسی، فلان بنیاد دینی یا بنیاد مرامی، حالا یه عده فقط میگن دین، حالا فردا اومدیم فرض کنیم کمونیسم شد همه کاره، حزب کمونیسم چین میخوایم اینو؟ فردا فلان مرام دیگه، ایدئولوژی دیگه، یا مثلا لایسیته خودش بشه یه دونه ایدئولوژی، اینو میخوایم؟ اینا رو باید مشخص بکنیم. بنابراین هر جامعه‌ای که جنبش میکنه باید بدونه چی رو میخواد جایگزین چی بکنه و به استمرار، نه برای فقط دوران گزارش، نه برای فقط 3 سال آیندهش. من در طول زمان بعد این نسل به نسل دیگه چی دوست دارم که جایگزین بشه؟ خب اینجاست که جامعه دنبال بدیل میگرده. حالا جنبش های موفق میکنم، سعی میکنم کوتاه کنم پاسخم رو، جنبش های موفق میشن که این بدیل ها، اونهایی که خود رو بدیل میدونن، حق هر کس از خودش رو بدیل بدونه، پیشنهادات خودشون رو به جای قیمابی و حقنه کردن تدوین کرده به جامعه ارائه بده، بگن ما اینو
داریم، شفاف بدون هیچ گونه ابهام. ما میگیم قانون اساسی آینده کشور باید این بشه، دوران گذار با این ضوابط باید طی بشه، مسئله قوانین ضد زن باید اینگونه تغییر پیدا بکنه، در زمینه نفت و گاز اینو سیاست کلی باید اتخاذ بشه، در زمینه اقتصادی برنامه ارائه بده. بعد جامعه، شما فکر کنید 10 تا 12 تا گروه سیاسی این برنامه های خودشونو به جامعه ارائه بدن، جامعه فرصت میکنه چیز کنه، به سلام مطالعه بکنه، بهترین ها رو انتخاب کنه. مگر در هند بعد از سلطه انگلستان، سلطه طولانی انگلستان، حزب کنگره که تعداد انگشتشماری بودن، یک جامعه جمعیت به این بزرگی رو نتوانستن ارائه بکنن، ولی جامعه بهش اقبال کرد. بعد جامعه نه یک نظر خودشو، جامعه بهش اقبال کرد و هندوستان رو توانست اداره کنه. وحشت نباید آدم داشت از اینکه نیروهای سیاسی باشن که در شفافیت متون تدوین شده خود رو ارائه بدن. اینها خدمت میکنن به جامعه اگه این کار رو بکنن، و بر همه از همه گروه های سیاسی بخوان که این کار رو بکنن. بگن اینجوری نیست که تو فقط با شعار چهار تا بیانیه من تو رو یه گروه سیاسی ببینم فردا آینده خودمونم بدم دستتو. نه، برای آینده چه تدارک دیدی؟ با جزئیات چه تدارک دیدی؟ این رو ارائه بده به جامعه. پس جامعه نیاز به بدیل داره، بدیلش رو هم خودش انشاءالله انتخاب میکنه و نمیذاره از کشور خارجی بهش حقنه بشه، ولی هر ایرانی خارج کشور هم، هر ایرانی داخل کشور هم وظیفه داره در این زمینه فکر کرده باشه و تششعات فکری خودش رو، نظر خودش رو در حد بضاعت فکری خودش به جامعه ارائه بده. این اون موقع اون جنبش این آفت رو، آفت بی سر بودن رو، بی سر به معنای نه سره که بالای اونا قرار داشته، بلکه فکر، مغز متفکری که جنبش رو پیش ببره و بر مبنای حقوق ملی عمل بکنه، اینو لازم داره، اگر نه همون بلای سرش میاد که در جنبش عرب پیش اومد. البته چند تا آفت دیگه هم داره، ولی بذاریم بحث به چرخه و من بعدم پاسخ خواهم. ممنون از شما. البته من به حالا نظر خودم هست، اون اتفاقی که سال 57 برای مردم افتاد در ناآگاهی کامل بود و در واقع میشه گفت که سوء استفاده کردن از اون بیس دینی که مردم داشتن، ولی الان دیگه مردم احساسم اینه که آگاه شدن که واقعا دین باید از سیاست جدا باشه، و ولی به نظر من باز هم احتیاج هست که آموزش، 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 که سطح آگاهی مردم بالا بره که دو مرتبه یه همچین مشکلی پیش نیاد. مضافم بر این که خب اون موقع سوشال مدیا نبوده، الان جوانای ما به قدری توی اکثر جای مختلف میچرخن و آگاهیشون رو توی زمینه‌های مختلف افزایش میدن و احساس میکنم نسبت به اون موقع مردم واقعا آگاه تر شدن. و اینکه حالا گروه های مختلف سیاسی، من حالا با آشناهای خودمون در ایران تماس دارم، میگن که خب یه رفراندومی برگزار میشه بعدن، حالا فعلا این بگذره، بعدن یه رفراندومی برگزار میشه و ما انتخاب میکنیم. اکثرا من شنیدم این رو میگن توی ایران، فقط حالا از شر دولت اسلامی راحت بشیم بعدن رفراندوم برگزار میشه. ولی خب شما فرمودید که همون گروه ها هم باید برنامه هاشون واقعا دکیومنته باشه، از نظر قانونی، قانون اساسی، همه چیز مشخص باشه و شفاف برنامه های خودشون رو ارائه بدن. از همکاران اگر سوالی هست بفرمید تا خب سرکار خانم وفا ادامه بدید. عرض کنم خدمت شما، من خودم از نسل انقلابم، یعنی جوان نسل انقلاب بودم. اعتقاد ندارم که اولا مردم نمیدونم شما مزدن خوشاد اشتباه برداشت کردم که آگاه نبودن که چی میکنن. غیر ممکنه انقلابی در کشوری رخ بده و مردم ندونن چی میخوان. سوء استفاده رو حالا بهش میرسیم. و ببینید، من اون زمان رشته جامعه شناسی میخوندم، این داستان برای من نشسته تو ذهنم چون خیلی برام جالب.
و استاد ما یک تو موضوعمون انقلاب ها بود، انقلاب ایران هم شده بود، یک نویسنده کتابی است به نام در مورد انقلاب کوبا نوشته، کوبایی بود، به نام انقلاب جزیره نیست، به این معنا که نمیشه محدودش کرد مثل جزیره. اینو دعوت کرده بود، خب ما 24 5 نفر دانشجو بودیم و گفت که معرفی کنید اول تا ببینم از چه کشور، چون آدمای مختلفی هستیم، موهای مختلف، رنگای مختلف، براش جالب بود که از چه کشور. وقتی من خودم معرفی کردم گفتم ایرانیم، به استاد رو که با یه تعجبی گفت برای چی من دعوت کرد؟ گفت که خب برای کتابتون، ما روی این کتاب میخوام کار کنیم. گفت انقلاب ایران تمامی به اصطلاح معادلات انقلاب‌های قبلی رو به هم زده، انقلاب کوبا در مقابل انقلاب ایران هیچه. من نویسنده این کتابم، خودم کوباییم، ولی وقتی که این جنبش همگانی رو اولین بار ایرانی ها بودن، ایرانیان عزیز، افتخار کنیم به آنچه ما مردم کردیم. جنبش همگانی ابتدا در ایران رخ داد در سال 57، بعد به کشورهای دیگه سرایت کرد. حتی در این آلمان شرقی وقتی میگفتن ما ملتیم، میگفتن روش هامونو ما از انقلاب ایران داریم. این نظام بزرگترین ظلمی که به مردم کرده و یه عده متاسفانه گول خوردن این است که انقلاب رو توانسته، اسم انقلاب رو هم از دستشون مردم در بیاره. بسیاری اگر نباشن از نسل انقلاب که هنوز ایستادن و میگن این انقلاب مال مردم بود، شما دزدید، شما ضد انقلاب واقعی، توی نظامی، انقلاب مال مردمه، مردم ایران انقلاب کرده بودن که بعد آقای خمینی اومد به عنوان رهبر، انقلاب رو مردم انجام دادن، آغاز ورود به عصر آزادی بوده انقلاب ایران. این اهمیت این رو ببینید شما دوستان، انقلاب فرانسه که رخ داد، بعد از انقلاب فرانسه دوران قتل و کشتار روبسپیر شروع شد، گیوتین رو اون موقع به اصطلاح درست کردند، اجازه نداد. کشتارهایی که بعد از انقلاب به اصطلاح فرانسه شد، هیچ فرانسوی در طول تاریخ نمیبینید به پای انقلابش گذاشته باشه. نظام دوران وحشت روبسپیر یا دوران ناپلئونی رو که اجازه نداشتی اسم انقلاب رو بیاری، به پای انقلاب ننوشته هیچ فرانسوی. هنوز که به اصطلاح در جمهوری پنجم شعار انقلاب برابری برادری آزادی رو میدن مردم فرانسه. ما چیمون شده که یه عده ای اومدن میگن غلط کردیم، پشیمون شدیم، انقلاب کردیم. اگه ما اون انقلاب رو نکرد، اگه انقلاب بده که این اصلاح طلبایی که خودشون فلان، اصلاح طلبای حکومتی، من همه اصلاح طلبا رو نمیگم، که خودشون فلانجای اول انقلاب بودن و بیشتر خشونت رو به مردم تحمیل کردن، به انقلاب نسبت میدن، این رو بخوام تحت القای اینا قرار بگیریم، انقلاب ایران یکی از کم خشونت ترین انقلاب ها. پس چرا الان خوشحالیم که میگیم انقلاب داره میکنه؟ اگه انقلاب بده، اه 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 بده، پس چرا الان اینقدر شادیم که مردم دارن جنبش میکنن؟ مگر تفاوت رفتارشون چیه؟ هنوز به نظر من انقلاب سال 57 خیلی کم خشونت تر از الان بوده و من معتقدم الان این جنبش باید روش کنه و میزان خشونت اون که از آفت ها که میخواستم برشمردم، مسئله اتخاذ روش های خشونت زدائی است. هنوز اون انقلاب خیلی کم خشونت تر از این، در مقابل انقلاب های دیگه، انقلاب ایران بسیار خشونت زدا عمل کرده. یعنی اینو، این خیلی مهمه دوستان، که شما یه داشته دارید، مثل که مثلا این نظام بیاد ملی کردن صنعت نفت رو بخواد از آن شاه بکنه، از ملت ایران بگیره، بگه این مردم نکردن، خود بریتیش پترولیوم هدیه داد. این مزخرفات چیه که هده بخوام باورش بکنن؟ یه مردم ایران گفتن ما ایرانی میخواییم، آزاد، مستقل، بدون اینکه قدرت‌های خارجی دخالت بکنن در امور ما. مردم اول انقلاب رو شما برگردید، شاید از پدرانتون، مادرانتون بپرسید، بگید روحیت و اون حس امید و شادی و همبستگی دو سه سال اول انقلاب چه حسی داشتید؟ چقدر احساس آزادی داشتید؟ میزان مطالعات مردم در اول انقلاب در تاریخ ایران به اصطلاح نمونه نداره.
آقای تاجزاده، این آقای دهباشی باشه مصاحبه کرده، دوست دارم برن تو این تاریخ ایرانی رو پیدا بکنن گوش بدن. همین آقای تاجزاده که بعدن شده بود معاون وزارت، معاون سیاسی وزارت کشور، و معتقد بود در یه خطاب به دانشجوها میگفت که دانشجوها اگر از متن قدرت برن بیرون پرت میشن به حاشیه، الان خودش متوجه شده چه اشتباهی کرده و تیغ قدرت رسیده به کنار گلوش و تو زندان هست. همین آقای تاجزاده اونجا نقد میکنه خودش و گروه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو، میگه اول انقلاب یک جو آزادی بود، ما هیچی نداشتیم مادی ولی همه چی داشت آزاد، بعد از اون همه چیز داشتیم، اون رانکار قدرت بودن دیگه، ولی اون حس آزادی رو دیگه نداشت. اسیر قدرت شدن همینه. این نظام اومده دین یک ملت رو ازش خراب بکنه بگیره، به قرائت ناپسند خشونت‌زای خودش این رو خراب بکنه، نخواهد توانست. همونجور که در به اصطلاح روسیه هم ما شاهد بودیم، آقای استالین هر چی کلیسا و کنیسه و مسجد همه رو خراب کرد، بست، اون رفت، اونها ماندن، ولی به شکل رادیکال تر اومدن. ممنوعیت اینه دوستان، به دین کسی کار نداشته باشیم، به مرام کسی هم کار نداشته باشیم. دین مسلماً میتونه در سیاست دخالت بکنه، دین نباید در بر بنیاد سیاسی حاکم بشه، مرام نباید بر بنیاد سیاسی حاکم بشه. مثل ما از فرض کنیم چین یا به اصطلاح خیلی کشورهایی که حزب کمونیست همه کارن، هیچ حزب دیگه اجازه نداره دخالت بکنه، بر بنیاد سیاسی حاکم شده مرام اونجا. یا دین در این نظام که بر مرام سیاسی حاکم شده اجازه نمیده به هیچ طرز فکر دیگه که در این انتخابات آزاد جلو بیاد. برای کی میگه که باید دین رو از سیاست جدا کرد؟ الان ما تو آلمان هستم زندگی میکنه، حزب دموکرات مسیحی بیشترین رأی رو داشته، شون دو تا 16 سال حکومت کرده، مخالفتی هم مردم باش نداشتن. نباید حقنه بکنه به سلام مرامش یا دینش رو به بقیه بنیادها. اینه در یک نظام لائیک که قانون اساسیش لائیک هست، دولت به مثابه یک بنیاد سیاسی باید بی‌طرف باشه. لائیسیته یعنی بی‌طرفی بنیاد سیاسی نسبت به بنیادهای دیگه، به بنیادهای دینی و مرامی. به چه معنا؟ به معنایی که یک کمونیست، یک بودیست، یه مسلمون، یه مسیحی، یه بهایی، یه نمیدونم یهودی، همه حق برابر دارن در اینکه دین خودشون رو زندگی کنن، مراسمشون رو باش اجرا کنن، حتی راه حل بدن، در مجلس بیان، حتی اکثریت بیارن یا اقلیت بیارن، ولی قانون اساسی باید قانون بی مرام باشه، حقوق مرامش حقوق باشه. نباید تبعیض بیارن رئیس جمهور باید شیعه باشه یا مسلمون باشه، نه، هر ایرانی با هر مرامی با هر دینی اگر رأی مردم رو آورد میتونه به اون به اون پست برسه. اینگونه اون بنیاد سیاسی بی‌طرفه، یعنی اجازه نمیده که مذهبی رسمی یا مرامی غیر دینی رسمی بشه و حق فعالیت سیاسی رو از بقیه سلب کنه. این میشه یک نظام لایک به این معنا. حالا در خیلی کشورهای مثلا در سطح دنیا، فرانسه و به اصطلاح ترکیه لایکن، بقیه سکولارن. سکولارها که سرکار خانم وفا صداتون قطع شده. گرچه که خب دوستان عزیز، من در مورد حالا جدایی دین از سیاست ببخشید، من یعنی از ارتباطم قطع شد، اینترنتم قطع شد، معذرت میخوام. حالا من فقط در یه جمله خلاصه کنم. پس بنابراین دوستان،
ما به آنچه که داریم به عنوان ملت، به عنوان مردم، به آن داشته هایی که مال ماست و متعلق به قدرت نیست، به راحتی نذاریم تو سبد و سینی بگیم بفرمایید مال توی رژیم. بیا هر آنچه ما داریم، حتی یه آقایی رو من میشنیدم تو کلاب هاست میگفت که ما ملت بی فرهنگی، به خاطری که این نظام فرهنگ ما رو هم از ما گرفت. بی خود میکنه یه نظام بیاد که خودش عمر کوتاهی داره، شما بیاد فرهنگ غنی شما رو بگیره و احساس بی هویتی کنی. میدونید در طول تاریخ چقدر از نظام های مستبد بر ایران گذشت و ایران زنده است و زنده مانده و فرهنگش زنده مانده؟ این کوته بینی به معنای، نه کوته بینی نه به معنای خدای نکرده بد، یعنی جهان بینی تو کوتاه نگاه بکنی، فقط محدود و بسته در این نظام بکنی، بزرگترین ضربه است که به ما میزنیم. ما بچه های نسل های قبل، قرن های قبلیم. این فرهنگ غنی بوده، این فرهنگ توانسته تا به حال ایران رو نگه بداره. ما بیان به خاطر این نظام جمهوری اسلامی بگیم بی فرهنگ شدیم، بی هویت شدیم. دین ما که از دین هر کسی مال خودشه، ولی از قرنها طول تا به حال کشیده، میلیونها انسان بهش اعتقاد داشتن، یه دفعه این نظام اومد از ما گرفت، یه دفعه دین شد پرخشونت مال همین نظام. این همه دین، مثلا فردوسی، حافظ، سعدی، زکریای رازی، ابو علی سینا، ملا صدرا که همه مسلمون بودند، یه دفعه شدن آدم های احمق بیشعوری که نمیفهمیدن مذهب یعنی چی، دین یعنی چی. بله. چرا این کار خودمون میکنیم؟ همه هست و نیستمون رو میدیم دست یک نظامی که یه عده خشونت طلب فاسد است. سرکار خانم وفا، اگر من صحبت از جدایی دین از سیاست کردم، نه منظور این که حالا اصلا دینی وجود نداشته باشه یا بخوام به دینی حالا توهینی شده باشه، نه، من گفتم که به خاطر اینکه الان قوانین ما بر مبنای شریعت اسلامه و میبینیم که تمام این قوانین رو دارن چیکار با زنان میکنن، چه ظلمایی که دارن میکنن و مبناش هم میذارن شریعت اسلام، جدایی دین از سیاست. نه اینکه حالا دیگه هیچ کس دین نداشته باشه، اینکه هر کس دین خودش رو داشته باشه محترمانه، ولی از سیاست و اون بیسه قانون ها جدا باشه. و یه سوالی از خدمت شما داشتم، شما فرمودید که در انقلاب قبلی خشونت خیلی کم بود، آیا دلیلش این نبود که توی حالا جنبش قبلی، انقلاب قبلی، خب ما دیدیم که بعد از یه مدت ارتش هم به مردم پیوست و ارتش اون زمان، من کوچیک بودم البته، ولی خشونتی که اینا الان دارن انجام میدن فکر نمی کنم اون موقع بوده باشه، حالا باز شما بیشتر در جریانید. الان ارتش، خب مردم کمک خواستن که طرف ما رو بگیرید، اعلام کرد، بیانیه داد که نه ما با اشرار و اختشاشگرا مبارزه، خب نشون داد که خود حالا اون فرمانده های ارتش هم احتمالا سپاهی هستن، من نمیدونم دقیقا، ولی اون موقع خب یه مقدار اگر احساس میکنم که خشونت کمتر بود، چون سرکوبگرا انقدر خشن نبودن و بیره. سرکار خانم اجازه بفرمایید خانم محمودی عزیزم سوالشون رو بکنن، چشمن بعدم به هر دو سوال پاسخ خواهند. ممنون از شما خانم محمودی، بفرمایید، خواهش میکنم. درود خدمت همه دوستان، من خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم. من این بحثی که الان پیش اومد و در خصوص سکولار و حالا لایسیته، با توجه به این که، یعنی من الان دوست دارم نقطه نظر خود شما رو ببینم، اگه ما یه نگاهی به جامعهمون بندازیم و خفقانی که توی این 40 سال داشتیم که مردم اصولا این خفقان رو منبعش رو، یعنی بیشترین آسیبی که فکر میکنن دیدن، فکر میکنن از
جنبه دین بوده و ما با یک دین زدگی عجیبی توی جامعهمون رو به رو هستیم در حال حاضر. و من فکر میکنم که این جوانانی که توی خیابون هستند، نه که فکر میکنم، بر اساس ارتباطی که با این جوانان داشتم و صحبتهاشون رو شنیدم، نه حالا به مقدار کم، نه اینکه بگم به میزان زیادی، احساس میکنم که اینها حتی دنبال یک حاکم حکومت سکولار دموکرات هم نیستند. یعنی اینا یعنی ما میتونیم بگیم لایسیته اون چیزی هست که الان مردم ایران میخوان و انگار که به دنبال اونن. نسل جوان، دارم در مورد نسل صحبت میکنم که امروز توی خیابون هستن و خشمگین هستن و دارن تمام رفتارهایی که ما داریم ازشون میبینیم، رفتارهایی بوده که شاید اگر ما هم مبارز بودیم توی ایران به شکلهای دیگه‌ای و به روشهای دیگه‌ای داشتیم مبارزه میکردیم و مقابله میکردیم با سرکوبگرها. و من توی این بچه ها و این نسل این رو میبینم و برای من این مسئله، این سوال پیش میاد که نظر شما رو بپرسم، ببینم که آیا جامعه‌ای که الان یعنی اصل و اساسش بر اساس شریعت بوده، به نظر شما این بستر جامعه میتونه اینو حتی سکولار رو رد کنه و بیاد مثلا با همچین حاکمیتی که شما میگید الان مثلا توی فرانسه و ترکیه است؟ و خب من خودم زندگی رو توی یه همچین جامعهی تجربه کردم و دقیقا میتونم حس کنم که چقدر خوبه وقتی که شریعت و دین میره و هر کسی که دین خودش رو داره در اعتقاد خودشه، در گوشه خونه خودشه و ایمان خودش رو داره و ربطی هم نداره به حالا همسایه، به موارد آموزشی، به سیاست و و و. این سوالی بود که من دوست داشتم نقطه نظر خودتون رو دقیقا بدونم، اگر که دوست داشتید بگید. ممنون از شما خانم محمودی. صرف خانم وفا اگر اجازه بدید آقای سنگری هم سوالشون رو بپرسن. آقای سنگری، مایک در اختیار شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم. عرض ادب و احترام خدمت حاضرین محترم، سرکار خانم وفا، خیلی ممنون که تشریف دارید اینجا. و اینکه سوالی که داشتم در خصوص انقلاب سال 57 ایران، نظر شما رو میخوام بدونم، شخص شما، که آیا دول خارجی در تشکیل انقلاب سال 57 و هدایت اون به رژیم حکومت جمهوری اسلامی نقشی داشتن و چه تضمینی داره که در انقلاب بعدی این اتفاق نیفت؟ خیلی ممنون آقای سنگری گرامی. سرکار میکنم. بله، ابتدا سوال خانم شاهسوندی عزیز. ببینید، هیچ گونه مقطع تاریخی رو نمیشه عیناً در قالب گذاشت، شبیه سعی کرد به زور شبیه مقطع تاریخی دیگر کرد. هر مقطع تاریخی یک ویژگی های خاص خودشو داره. ارتش اون زمان فرق میکرد با ارتش کنونی، روش های مردم هم فرق میکرد، جمعیت مردم هم متفاوت بود و نوع حکومت های قبلی هم، حکومت هایی که مردم در زندگی میکردن، متفاوت بود. این که من میگم خشونت کم داشتن، کم بوده، این ایران معروف شد انقلابش به انقلاب پیروزی گل بر گلوله، یعنی مردم به استقبال نیروهای سرکوب که میرفتن با گل میذاشتن تو تفنگاشون. این خیلی تأثیر داشت در شکستن اراده سرکوب. روش هایی که ملت به کار میبرد به عنوان روش های خشونت زدا، که یه نوع ابتکار دوستان، خشونت رو ببینید، فرض کنید یه جامعه اختلاس میکنه، مسئولان نظام الان در حال حاضر میلیاردی اختلاس میکنه، مقابله با اون اگر شما واکنش بشید باید اختلاس بود. فلان کارمند بانک میگه چطور من به صلاح آقازاده فلان کس می اختلاس میکنه، من نکنم، اون امیر از بانک میدوزه، از پول سپرده ها میدوزه و غیره. اگر در عکس العمل ما بخوایم عمل بکنیم، جواب خشونت خشونت. اگر بخوایم مبتکر و سازنده باشیم، باید خشونت ها رو بی‌محل کنیم، چه در رفتاری که با هم داریم زمینه خشونت نیاریم، چه در رفتاری که این سرکوبگران میکنن اون خشونت هاشون رو خنثی کنیم. گفتم هم ابتدای صحبتم عرایزم که
من میبینم که به شکل گازنبوری اینها رو بی سلاح میکنن، میگیرن سلاحشون رو ازشون میگیرن. خیلی خوبه، خیلی خوبه، اما حق با شماست. خشونتی که الان این سرکوبگران این نظام بر علیه مردم به کار میبره خیلی بیشتر از خشونتی است که اون زمان به کار برده میشه. نه اینکه نیروهای زمان شاه خشونت به کار نمی بردن. میدونید در اصفهان چه جنایتی کردن؟ شما یادتون هست در شهرهای مختلف چه کشتاری از مردم شد، یا در میدان ژاله چه کشتاری از مردم شد؟ اینجوری نبوده که اونا گل به مردم میدادن، نه، اونجا کشتار بوده. منتها روش مردم یه همبستگی بود که نیروهای سرکوب رو فرا بخونن به اینکه بیا به دامان ملت. این کار هنوزم داره انجام میشه. اون زمان این روش پیروز شد و توانست ارتش رو به طرف مردم بکشه. از نیروی هوایی شروع شد، دوستان دیگه آقای شفایی هم هستن اونجا حتما تجربه دارن میتونن توضیح بدن، و به صورت تکه تکه. اینجوری هم نبود که سران ساواک تا آخر کار موندن، سران ارتش هم وفادار بودن به ارتش، ولی بدنه ارتش بود که به ملت پیوست. الان هم بسیاری از این بسیجی ها که 17-18 سالان الان به خاطر ریزش نیرو ندارن اینا رو اووردن، اینا خیلی آسان میشه ملت، این همون شجاعتی که اون خانم در بجنود میره تو دل این نیروهای سرکوبگر میگه من زن ایرانی، مگه تو سرباز عراقی هستی؟ چرا داری به من تو کشور خودم نبود از دست و امنیت داشته باشم؟ اگر با این روش ها، اینا رو این میشه ابتکاری، میشه روش خشونت زدا، این روش ها رو به کار ببریم، میبینیم که خیلی سریع میشه این ریزش نیروها رو یه سرعت بخشه. خیال نکنیم. ببینید یک جمع شما عزیزان رو نمیگم، من بعضیا که صحبت میکنم میبینم که از این نظام و زوری که به کار میبره یک اسطوره ساختن، در صورتی که همون گونه که فساد در شکل‌های مختلف این نظامی که الان حاکمه علم نداره، بیکفایت، توان نداره، دانش نداره، خب اینا کمبوداشه، چطور یه دفعه در امر سرکوب بهترین تجهیزات داره، بهترین توانایی ها و نمیدونم سازماندهی ها و تاکتیک و استراتژی داره، در همین زمینه هم ضعف داره. اگر به این واقف بشیم که این نظام در همه ابعادش ضعیف هست، خیلی راحت تر برای نیروهای سرکوبش ما به اصطلاح تفوق پیدا میکنیم. تاکید من برای این است که یه عده‌ای که تشویق میکنن بزن، این طرف پوست سرشو بکن، میگن مثلا بسیجی رو گرفتی پوست سرشو بکن، اینا این زبان خشونت، این زبان به غیر از این که جامعه رو به میل خشونت رو درش تقویت میکنه، راه به سازندگی نمیبره. هر انسان ایرانی مبتکری باید به طور خشونت خونسا و روشهای جبرانی و روشهای سازندگی رو اتخاذ بده. من درود میگم به شرف اون خانم که در بجنورد به این شکل با استدلال، با وجدان اون تا هیچ کدوم شما هیچ کار بهش نکرده، یعنی میشکنه به عنوان یه مادر جلوی اینا استاده و میگه شما به چه هویتی داری با من مبارزه کنی؟ هویتت ایرانیه؟ به من زن ایرانی تو کشور خودم میخوای حمله کنی؟ و اما صحبت خانم محمودی عزیز، خود من قانون اساسی که نقش داشتم در تدوینش که بیان ارائه دادیم، قانون اساسی بر مبنای پیشنهادی ما بر مبنای حقوق پنجگانه، لایسیته رو پیشنهاد میکنه در همه به اصطلاح 400 خورده بندی که داره، جدایی به معنای به اصطلاح خونسا بودن بنیاد دولتی نسبت به بنیادهای مرامی و دینی رو پیشنهاد میکنه. در تمامی این قانون اساسی اسم نه دین رسمی هست، نه مرامی رسمی هست، و به سلام مرام اون قانون اساسی حقوقه، حقوق انسان، حقوق شهروندی که همه یکسانه برای همه، فرق نمیکنه از چه مرام و خاستگاه و جنسیت و قوم و نژاد و فکر سیاسی باشن، حقوق طبیعت، حقوق جامعه ملی، حقوق جامعه ملی به مثابه عضوی از جامعه جهانی. بر این 5 حقوق اون قانون اساسی تدوین شده. اما
رو تجربه عزیز من، من نمیدونم شما در چه کشور زندگی میکنید، ما در همین فرانسه، من که اصلا کشور ترکیه رو لایک نمیدونم، اینو بگذارید، نقد زیاد بهش دارم، اما در خود کشور فرانسه شما بر دامنه‌شناسان بزرگ فرانسوی رو نگاه کنید که چه نقدی به لائیسیته مثلا فرض کنید شان ژاک شیراک به سراغ کردن، که شما یه خانم محجبه رو نمیذاری بره معلم بشه یا استاد دانشگاه بشه، ولی کاری به گردنبند صلیبی که یه دختر مسیحی میندازه نداری. اینجا شما دین ستیزی میکنید، اسلام ستیزی اصلته. نه مسئلت این است که نظام آموزش پرورش باید خونسا بمونه نسبت به به دین و مرامی رو القا نکنه، بلکه همه رو بذاره. فرض کنید در همین آلمان سکولار خیلی بهتر، در مدارس دبیرستانش کمتر، ولی در دبیرستانهاش خیلی لائیکتر رفتار میکنن، بلکه یعنی در تمامی ادیان و مرامها رو به دانش آموز یاد میدن، یعنی به عنوان درس، به عنوان علم یاد میدن، میگن بدونید مسیحیت این بوده، تاریخچش این بوده، کتابم زیاد بهشون معرفی میکنم، میتونم برم بخونه، اسلام این بوده، تاریخچش این بوده، مرام فلان این بوده، تاریخچه، و میتونم بچه‌هام اگه نخواستن برن درس فلسفه رو انتخاب کنن. پس بنابر این در مورد لائیسیته فرانسه خیلی حرف هست که کجاها چه تبعیض‌هایی ایجاد شده. ولی آنچه که شما از من پرسیدید، من معتقدم باید در به علت تنوع قومی، تنوع به اصطلاح حتی مذهبی، که البته مثلا فرض کنید نسبت به هندوستان تنوع مذهبی زیادی نداره جامعه ایران، ولی لائیسیته راه حل، منتها با توجه به دو نکته. یک، معنای لائیسیته درست فهم بشه. لائیسیته با دین ستیزی و مرام ستیزی زمین تا آسمون فرق میکنه. لائیسیته بی تبعیض قائل نشدن به نفع یک مرام یا به اصطلاح دین هست، اونم بنیاد دولتی. هیچ انسانی نمیتونه لائیک باشه، غیر ممکنه. مگه میشه فکر و ذهن رو از یک انسان گرفت؟ بنیاد سیاسی فرق داره. جامعه پر از مرام های مختلفه، پر از دین های مختلف، باورمندان هستن، اینا هم میخوان سیاست آینده خودشون رو رقم بزنن، ولی یک بنیاد سیاسی باید امکان این که این مرام ها و دین ها و اونایی که حاملش هستن، انسان ها، در تمامی پست ها، امکانات، دانشگاه ها، بنیاد های اقتصادی، بنیاد های آموزشی، بدون توجه به این که دارای چه مرامی و دینی هستی، امکانات برابر داشته باشه. این اون لائیسیتی است که من میفهمم، یعنی حقنه نشه، سلطه پیدا نکنه، دین رسمی و مذهب رسمی نباشه که بقیه رو بزنه کنار، بگه حق فقط مال منه، حتی اگر اکثریت داشته باشه در یک جامعه، اون میشه اون قانون اساسی لائیک. ولی انسان که نمیتونه لائیک باشه. شما یه نفر رو به من نشون بدید که 5 دقیقه با من حرف نزنه، من مرامش نگم چیه؟ مگه میشه انسان بدون مرام و عقیده باشه؟ انسان ها رو خالی بکنیم از عقیده و مرام. اینجا اون یکی از اون آفتا همینه که یک عده جوانی خشمگین از آنچه بر سرشون رفته و به نام دین حقنه شده یا زور گفته شده، و بی توجه به این که بسیاری از مسلمانان در درون و خارج از کشور هم از همین نظام خوردن. یه کوچیکش رو، کوچیک به معنی نمه، یه نمونه، منظورم آقای منتظری، خودش پایه‌گذار ولایت فقیه بود، بعد شد زدش، ولی از دست همین نظام چه ها که نکشید در حصری که داشت. بچه‌شو کشت، دامادش رو کشتن، اعدام کردن، مرتب تحت فشار بود، فحاشی بهش شد، دچار حصر بود، اونم از همین مذهب شیعه هم بود، اصلا از دل همین نظام هم اومده بود بیرون. چه باش کرد این نظام؟ قدرت که دین سرش نمیشه. شما واقعا خیال میکنی اینا که آقای خامنه‌ای دین داره؟ دینش قدرته، مثل همه قدرت من. مثلا آقای استالین واقعا کمونیست بود، سوسیالیست بود، مرامش قدرت بود. قدرت هیچ کس سرش نمیشه. فردا مثلا شاه عباس 2 تا پسر خودشو کشته، قدرت اصلشه، برای که مزاحم حکومتش بوده، دستور میده به میرقضابش، میگه اول 2 تا پسر خودت بکش، بعد بیا 2 تا پسر منو بکش. پس بنابراین ما با قدرت مواجهیم دوستان،
نیفتیم به جون دین و مرام هم دیگه. پاسخ من به شما خانم محمودی عزیز، من اون لایسیته رو پیشنهاد میکنم، ولی که لایسیته بدون تبعیض، لایسیته که خودش تبدیل به یک دوگم نشه، لایسیته که خودش تبدیل به یک مرام و دین نشه، لایسیته که برای همه برابری رو امکان پذیر بکنه، جلوی کسی صد کسی نشه که نظرش رو بده. از این نقطه نظر من اون قانون اساسی که حالا شاید بخواد خدمتتون ارسال میکنم توجه بفرماید، اونجا با لایسیته رو پیشنهاد میکنیم، با تعریفی که از لایسیته داریم بر اساس تجربه زیست در همین کشورهای اروپایی که ادعای لایسیته داشتن. این بعد الان برسم به پاسخ آقای سنگری عزیز. ببینید بعد از وقوع دو تا مسئله است. یه موقع هست شما انقلاب مردم رو نگاه میکنید، سوالتون در مورد انقلاب بود. من اعتقاد ندارم انقلاب رو کشورهای خارجی و قدرت‌های خارجی سرسامان دادن و راه انداختن. یه موقع میاد میگید که نظام بعد از انقلاب آیا اون کمک شده از طرف قدرت‌ها؟ اینا دو مقاله متفاوته. تا زمانی که آقای ابراهیم یزدی آخرین خاطراتش رو چاپ نکرد و در اون افشان، یعنی افشا کرد، خیلی همکاری کرد با آقای خمینی، خیلی دیر به مردم، به نظر من اجحاف بزرگی به مردم کرد آقای ابراهیم یزدی که قبل از به اصطلاح فوتش در یک کتاب نامه‌ای رو که بین آقای خمینی و کارتر رد و بدل شده و اونجا آقای خمینی متعهد میشه که به اصطلاح یعنی یه بدوبستان بوده که اینا کاری به منافع آمریکا نداشته باشن، اینا هم بذارن که به اصطلاح کاری به حکومت رسیدن آقای خمینی نداشته باشه، مردم ایران تا حتی میگم تا زمان چاپ این کتاب از این زد و بند اطلاع نداشتن. انقلاب مردم رو نمیشه به حساب رژیم بعدی، همونجوری که خدمتتون عرض کردم در فرانسه دولت روبسپیر رو دوره این خفقان و کشتار روبسپیر رو نمیشه به حساب انقلاب مردم فرانسه گذاشت. این دوتا مقوله متفاوتن. آنچه که بعدن زد و بند شد و آقای بنی صدرم افشاش که سر مسئله مکوارلین که خاطراتش هست، مصاحبه های زیادی هست که فهمید خود خمینی هست که زد و بند رو با حزب جمهوری اسلامی با آمریکا کرده، این رو ملت ایران اطلاع نداشته در زمان انقلابش. پس بنابراین دو مقوله رو اگر از هم تفکیک کنیم، هنوز که هنوزه مدارکی انتشار پیدا میکنه، نشریه ما تمامی خاطرات برژنسکی، مقالات بیشمار و کتابهای بیشمار روبرت پاری رو در افشای روابط زد و بند نظام جمهوری اسلامی رو با امریکا و اسرائیل انتشار داده. آقای بریسه 3 تا جلد کتاب در زمینه روابط ایران و آمریکا، ایران گیت و اکتوب سورپرایز نوشتن و مرتب ما تا همین حالا این به اصطلاح مدارکی که در آمریکا بعد از 20 سال از چیز بهرمیت خارج میشن یا انگلستان دولتش بیرون داده یا مدارک ویکیلیکس رو ما منتشر میکنیم، ترجمه میکنیم و زد و بندهای نظام رو میکنیم و افشا کردیم، ولی این رو به هیچ وجه به حساب ملت ایران و خواست ایران بر مردم ایران برای تغییر، برای اینکه بشه بنیادهای سیاسی اجتماعی اقتصادی رو به جای زور با حقوق پر کرد نمیذاریم، یکی نمیگیریم و یکی نخواهیم گرفت. این پاسخ من خدمت دوست گرامی جناب آقای سنگری. من فکر کنم خانم محمودی عزیز با سوال. خیلی ممنون از شما خانم محمودی، بفرمایید، خواهش میکنم. ممنونم به خاطر توضیحاتی که دادیم. ببینید این من متوجه صحبتتون شدم. حالا یک قسمتی که برای خود من باز مسئله ایجاد کرد، ببینید مثلا ما این روزا با یه خشم همگانی روبرو هستیم که انگار که مردم دارن میرن که در هم بشکنن تمام ساختار تبعیض و ستم رو، و حالا ما میخوایم بگیم این تبعیضه میخواد تبعیضای دینی باشه، میخواد هر نوع تبعیضی که بوده، اینا اومدن و این با این خشمشون میخواد اینا رو در هم بشکنن. ما با این مردم روبرو هستیم و پیشنهادی که شما میدین، میگید که لایسیته خوبه، ولی حالا اومدیم که به شکلی که یعنی اگر قرار باشه به شکل قانون در بیاد و بخواد از طرف افراد این به اجرا در بیاد، این سمت به خوبی این کار انجام بشه.
ولی ما با همچین مردمی هم روبرو هستیم و اونجا هم یک چالشیه، یعنی کار ما اونجا، کارهای فرهنگی ما تازه شروع میشه بعد از انقلاب که آموزش باید داد و هزاران هزار فعالیت دیگه انجام داد. من میگم حتی اگر این سمت هم به خوبی و درستی قضیه پیش بره، آیا ما با همین نسلی که به قول شما الان ما با نمیتونیم بگیم که دههی که الان توی خیابون هستن با دهه 60 و مثلا 50 و 60 و حتی دو دهه قبل و افرادی که حالا به انقلاب میرسن، اونها هم هر کدوم توی دیدگاهاشون خیلی متفاوتن. مثال میزنم، عده دین دارن، عده سکولار رو دارن میگن و خب جوانایی که مثلا توی خیابون هستن به این شکله و ما همه این سلوشن ها رو هم داریم. اون قسمت هم من فکر کردم یک چالشی میتونه داشته باشه، یعنی ایجاد کنه برای ما. عرض کنم خدمت شما، وقتی یه جنبه شکل میگیره چون یه اتحاد ایجاد میشه، این یک پدیده رو شما مواجه باش میشید. در انقلاب هم همینجور بود، در انقلاب 57، و اون یه ایجاد همبستگی و امید و همدلی بین مردم ایجاد میشه که خود اون جلوگیری میکنه از خشم، از خشونت. خشم اگه به معنای مجرایی برای ابراز خشونت باشه. این من تا به حال در این فیلم هایی که دیدم خرابکاری ندیدم مردم بکنن، همین جوانای خشمگین از دید شما، یعنی بیان حتی اماکن عمومی رو خراب بکنن. اینا در تظاهرات به سر قیام 98 و 97 هم خوشبختانه اینقدر هوشیاری داشتیم ملت که فیلم های مدار بسته خونه ها و بانک ها رو گرفت و انتشار داد. معلوم شد که اینها رو نیروهای سرکوب اومدن خراب کردن و آتیش زدن و این کار مردم نبود. هیچ ملتی باید اینو توجه بکنیم که اینه، باید این جواب به این به اصطلاح اونایی که دور از مردم فکر میکنن یا القاعات این نظام دار. هیچ ملتی عزیزان بخیل به خود نیست، ملت به معنای مسابه ملت. همیشه ضربه ها از اون بخشی میاد که قدرت رو میخواد، حالا میخواد در خارج کشور باشه، چه در داخل کشور باشه، در درون حاکمیت باشه، یا گروه های سیاسی باشن که میخوان این نظام بره، اونا بیان جاش، یعنی قدرت رو به دست بگیرن. تخریب از اونا میاد. هیچ ملتی نمیاد آنچه را مال خودش هست آتیش بزنه. شما فکر کنید یک دزدی به خونه شما حمله میکنه، میخواد دزدی کنه، شما را هم بزنه، آیا شما شروع میکنید اساس خونتون رو آتیش زدن میکنید؟ واقعا نه. چیکار میکنید؟ سعی میکنید دوزر از خونه بکنید بیرون، به هر شکلی شد از آنچه که مال شماست دورش بکنید. یه رفتار طبیعیه. ملت نمیاد آنچه متعلق به خودش هست رو آتیش بزنه، بانک، نمیدونم، حتی حالا ممکن توی سطل آشغال کوکتل مولوتوف بندازه که بخواد مانع درست کنه برای ماشینای نیروهای سرکوب، ولی نمیاد خونهای مردم آتیش بزنه. هیچ ملت این کارو نمی، تو کدام انقلاب دید مردم این کارو بکنن؟ ضد خودشون، ضد آینده، چون باید از اموال خودشون از دوباره اینا رو بسازن. پس این یک درک وجدانی همگانی است در یک جامعه. حالا از این مرحله که گذشت که مرحله همبستگی و اتحاده، اونجا که میرسه پای قدرت به میون بیاد که حالا کی حاکم بشه، کی بشه وزیر، کی بشه نخست وزیر، کی بشه رهبر، اونجا دیگه اون همبستگیه میشه قیچیش بکنیم. این اول انقلاب، تا دو سه سال اول انقلاب اینجوری نبود. بعد از اون که در سایه جنگ خواستن استبداد رو تحکیم کنن، شروع شد روزنامه به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی لغات خودی و غیر خودی آورد. آقای رجایی اومد گفت مکتبی، نیمه مکتبی، یعنی تجزیه کرده، مسله کردن جامعه رو، قیچی قیچی کردن اون اتحاد یک پارچگی رو، نصف کردن، بعد کردنش یه چهارو، بعد کردنش یه سه، همینجوری هی قیچی کردن و قیچی کردن و به ضد هم بخوان تبدیل کنن. قدرته که تجزیه ایجاد بکنه، نه همبستگی. حالا کار ما چیست؟ بسیار نکته مهمی رو اشاره کردیم. کار فرهنگی است که هیچ وقت تمامی نداره. روشنگری متاسفانه این فضاهای مجازی، این نوع
عصر الکترونیک یه حسنایی داره، یه ایبایی جوکی هست، میگم کامپیوتر مسائل رو حل میکنه که قبلا وجود نداشت. الان این باعث شده که فرهنگ سخطی مد بشه، جوونا کم خون بشن دیگه، مثل اول انقلاب که دیگه تمام خیابون‌های تهران و شیراز و فلان پر از کتاب فروشی. آقای شواییاتون میاد چقدر کتاب فروش و چقدر میخوندیم ماها شب و کتاب، و الان کم شده. امیدوارم اینجوری نشده باشه، کم شده. من یه تحقیق 10-12 شماره‌ای کردم در مورد مسکن به عنوان وضعیت سنجی وضعیت مسکن در ایران. حدود 5-6 ماه، من خب خارج کشورم، درون کشور که نیستم، خب باید اطلاعاتم راجع به مثلا مسکن اروپا رو سایت ها اینجا مقالات و کتاب ها اینجا میگرفتم، ولی درون ایران که نبودم. رفتم رو سایت دیوار و سایت شیپور، حدود همسرم میدونه 4-5 ماه من این خونه ها رو نگاه میکردم، هی خونه ها رو نگاه میزدم، خونه هایی که برای فروش بود و عکس داده بودم نگاه میکردم، میشمردم وضعیت مردم ایران چه سبکی از خونه رو الان میسازم. و بعد با مایه تأسف در میون 5-6 هزار خونه که من دیدم، 2 خونه دیدم که توش کتاب بود. یکیش کتاب های درسی بچه دبیرستانیش بود، شاید من بقیه رو بشید از زیر تق نمیدونم، ولی یه خونه بود که کتاب خونه داشت، یعنی 2 قفسه کتاب داشت. من اونجا گریم گرفت، یعنی خیلی متأسف شدم که چقدر کم شده خواندن کتاب داره. بعد نگاه کردم دیدم که ایرانی اتاقهای به اصطلاح نشیمنش 3-4 برابر اتاقهای کودکانه، اتاق بچهش، یعنی مهمان به اصطلاح تو پیومه قریبه، مهمان حبیب خداست برای ما ایرانه، مهمان جولانگا داره، میتونه بشینه حرف بزنه، اینجا بشینه، رو این مبل بشینه، پشت این میز بشینه. اون بچه که بیشتر از همه نیاز به حرکت و تحرک داره در این آپارتمان، کوچکترین اتاق مال بچه است، یه تخت یه کمد، بچه باید بره بیرون ازش، جا نداره. ما این تأسف شد برام که چرا این تقسیم بندی وجودی، یک جامعه که میخواد رشد یاب باشه و بچه درش رشد بکنه و آموزش پرورش صحیح بیابه، باید از خانواده بهش محیط بدن. این خب یک به اصطلاح بیشتر از همین یک درست نصف کنین اتاق پذیرایی رو، و این رو به اختیار بچت قرار بده تا بتونه اونجا بازی کنه، تو آپارتمان زندگی میکنه، باغ و باغچه هم که نداره که. ببینید اون کار فرهنگی که شما میگید، وارد ریزکاری ها باید بشی، بسیار عمیق باید کار فرهنگی کرد. البته خیلی ها به خاطر بضاعت مالی کمی که دارن مجبورن آپارتمان های 40 متری 35 متری، حتی آپارتمان هست 2 خانوار توش زندگی میکنه، وسع به اصطلاح مالی، حالا یه بعضی هاش هم بهانه است، البته اون زمان هم که پول دست رسشون بیشتر بوده کمتر صرف خرید کتاب بشده. چاپ های کتاب ببینید زمان انقلاب 3,000-4,000-5,000 تا میرسید، بعد از اون دیگه نیست، چون اون میل به مطالعه متاسفانه کم شده. بخشش این مسئله وقتگیر موبایل و اینترنت و ایناست که قبول بکنین فضای مجازی یه حسنایی داره یه ایبام داره که بسیار وقتگیره، و شما فقط تغذیه میکنی اون چیزی که دیگری برات ساخته، به جای که خودت بشینی تولید کنی، تولید فکر کنی. اون کار فرهنگی بسیار مهمه که این خشم رو مجرای درست بده. حالا من یه تعبیر میکنم از آقای بنیسه، چون سالگردشه و برعکس تلقینات القاعات بسیار غلطی که از قول ایشون در این نظام پخش شدن و خیلی ها متوجه شدن که چه اشتباهی کردن که موی زن اشعه داره، که ایشون اصلا نگفته بود، کتابش انتشار پیدا کرده که این رو به دروغ خانمی گفته بود به ایشون نسبت دادن، در یک چیزی، در یک پیامی که برای فوت نلسون ماندلا میدن، یک تعریفی از انقلاب میکنه، به نظر من خیلی به کار ما میاد، گرچه ایشون کتاب انقلاب رو هم کتابی به نام انقلاب نوشتن و ویژگی هایی که باید رخ بده تا یه انقلاب رخ بده، چه در مردم، چه در جامعه، چه در محیط به صورت جهانی رخ بده رو نوشتن، ولی این تعریفشون به نظر من خیلی تعریف نابی بود. تعریف دیگه هر کس میتونه بپسنده یا نپسنده، من عرض میکنم خدمتتون. میگه که جامعه‌ای که زیر سلطه، زیر فشار، زیر خفقانه، برای اینکه این
به صلاح خشمی یا اون انرژی که درش به وجود اومده و این فضا پیدا نکرده که راحت ببینه. یا آلمانی خیلی مسئلهش الان تغییرات بنیادی نیست، چون خیلی هاش میبید داره لازم نیست اون شکلی جامعه رو متحول بکنه یا مثلا نظام سیاسی رو کلن متحول، ولی در جامعه ایران چون ما این فضا رو نداشتیم به عنوان ملت همیشه این رو نیاز داریم. میگه این انرژی شما فکر کنید مثل یه آتش فشان در یه مجرا قرار میگیره، میاد بالا. انقلاب این مجراست که این انرژی متراکم شده رو میاره به سطح. وقتی میرسه به سطح، بسته به این که رهبری نظام نه به عنوان فرد، نیروهای متفکر بدیلی که جامعه انتخابش کرده، اگر اصل ذهنمای ذهنش سازندگی باشه و آزادی، میره به سوی سازندگی. به محضی که اصل راهنمای ذهنش قدرت باشه، این انرژی رو به تخریب میبره. از نو بنیادهای قبلی رو هم بنیادهای پرزور نگه میداره، تازه اضافه برون میکنه. در این نظام جمهوری اسلامی آقای خمینی همین کار کرد، به جوان 15-16 ساله اسلحه داد. بعضی از در خیلی جاها نه، خود جوانان مبتکر شدن برن در دهات کمک کنن به صلاح برای درو و کمک کنن به کشاورزا و یعنی در جهت سازندگی پیش برن. ولی اون کمیته ها و سپاه پاسداران و اینا رو که متاسفانه نهضت آزادی پیشنهاد کرد، قوای به صلاح نیروهای سرکوب موازی رو، مثل سپاه پاسداران، مثل دادگاه ویژه انقلاب، مثل حتی جهاد سازندگی که بعداً سوء استفاده ازش شد، اینها، یا حتی آقای، من جدیداً خوندم، خودم اینو نمیدانستم، واقعا خیلی ناراحت شدم که آقای، امیدوارم این خبر درست باشه، یعنی درست نباشه، بهتره بگم امیدوارم نباشه، چون خیلی منو ناراحت کرد، که یکی از اعضای نهضت آزادی، حالا متاسفانه الان اسمش یادم اومد خدمتون عرض میکنم، پیشنهاد تبدیل وزارت فرهنگ به وزارت ارشاد رو اوشون داده. یعنی از ذهن خمینی و آخوندان بیرون نیومده، نهضت آزادی پیشنهاد داده، تغییر نام داده. این هیچ به اصطلاح نظام آزادی نیست که سازمان موازی نیاز داشته باشه. هر دولتی، دوستان عزیز، در آینده ایران به شما تک تک عزیزان عرض میکنم، اگر این آینده ایران یک نظام جدید بیاد، به محضی که نیروهای موازی درست کرد، بدون ستون و پایه قدرت داره برای خودش درست میکنه. مثلا ارتش در مقابل ارتش یه سپاه درست کرد، در مقابل دادگاه های عادی دادگاه ویژه درست کرد، در مقابل هر چیزی اون دولت در سایه داره برای خودش درست میکنه، چون میخواد ابزار استبداد خودش رو حفظ کنه به کمک نیروهای وفادار به خودش، چون اعتقاد نداره به ارتش، اعتقاد داره ارتش رو ملت هدایت میکنه. ارتش خیلی راحت به ملت، یعنی حفظ مرزها برای مردم ایرانه. این نمیتونه به ارتش بگه بیا از من حکومت پشتیبانی کن، نیاز به نیروهای سرکوب داره. اونجاست خانم محمودی عزیز که کار فرهنگی، همین تذکرات آفتها رو شمردن، این که ترس بگیریم از تجربه اول انقلاب، این گروه های سیاسی اول انقلاب چقدر گفتن فلانی لیبرال، آزادی یه چیز سوریز، آزادی چیه، فلان سهم روسیه چی میشه، اون یکی میگه سهم چین چی میشه، رفته بود چین، اون رفته بود روسیه، اون یکی میگه آمریکا حمله کنه به جای ما، ایران رو آزاد کنه، یعنی ملت حل از اعراب نداره. اینا از کارهای فرهنگی که باید بکنی. ملت همه کاره تویی، تصمیم گیرنده شمایی. حقوق چیزی نیست که یک نظام به شما هدیه بده، حقوق چیزی نیست که نظام از شما بگیره. شما ماشاءالله همتون فعالان حقوق بشری، هر کدومتون پیام‌آور حقوق هستید به جامعه ایران و یادآور فرهنگ مبتنی بر حقوق. کار بسیار ارزنده ای دارید میکنید. شماها هر کدومتون یه پیک حفظ آینده ایران هستید. اگر بر حقوق تاکید بکنید و بگید کار فرهنگی کار اصله. اداره سیاسی که خیلی از گروه های سیاسی سینه چاک میکنن که من جانشین میشم، من اسم من بیاد، من بشم شاه، من بشم رئیس جمهور، من بشم، این مردم خودشون میتونن انتخاب کنن، بلدن انتخاب بکنن.
این است که شما برای مزلات ایران چه راه حل دارید؟ شما برای مشکلات ایران چه راه حل دارید؟ اون آموزش پرورشی که خانم محمودی اشاره میکنه چه ویژگی باید داشته باشه؟ اون اقتصاد چه ویژگی داشته باشه؟ اینو باید بخوایم از گروه سیاسی. شما که ادعا داری برنامه کو؟ من ببینم چه من بچه‌مو کدوم آموزش پرورش میخوام بفرستم با چه ویژگی‌هایی؟ کو اون جزئیات طرحت؟ ایناست که اساسه و اگر رو اینا توجه بکنی ملت در صحنه میمونه و نمیره کنار میگه انشالله حلش میکنم. با خمینی همین کار کردم، بعد از چند سال متاسفانه هر کس رفت دنبال کار خودش و انشالله گربست و درست حل میکنه، اونم اومد و بساط استبداد خودش رو برپا کرد و رسید به جایی که الان باش مواجه هستی. پس بنابراین کار فرهنگی بسیار کار مهم اساسی است و ممنون که این اشاره رو کردید و شما عزیزان درست وسط صحنه هستید با مسئولیتی که به عهده گرفتید. من خیلی زیاد صحبت کردم، معذرت میخوام، میکروفون آزاد میکنم مثل که آقای گلزار. خیلی ممنون از شما. آقای جعفری، سلام دارم خدمت همه عزیزان و خوشحالم که مجددا در این اتاق و در جمع شما هستم، چون که با شما همیشه احساس یگانگی میکنم. حرفی نداریم که زیاد بخوایم تعریف کنیم، همه میدانن حقوق چیست و همه کوشش میکنن در سطح خانواده و در سطح اجتماع یک تغییر ساختاری داده بشه، یعنی انسانها با حقوق خودشون آشتی کنن. دلنگرانی که در چند این 10 روز گذشته من مخصوصا با جوان ها صحبت میکنم، حالا جمع شما هم همه جوان هستید و اتاق دیشب هم تا جلسه قبل هم به همین ترتیب بود، سوال هایی که مطرح میشه یه دلنگرانی بزرگ وجود داره که نکنه این حرکتی که و این جوششی که در سطح اجتماع هست به بیراهه بره. حالت این انقلاب حالت زنی رو میمانه که مادر است و 9 ماه منتظر بچهش رو دنیا بیاره، ولی نمیدونه این بچه پسر میشه یا دختر میشه، یا دختر میشه یا پسر میشه، سالمه یا مریضه. نکنه این بچه من یه انگوش کم داشته باشه، نکنه بچه من یه بیماری به ارث ببره که من تمام عمر بخوام زج بکشم. در یه نگرانیست تا اینکه این بچه متولد میشه و این مادر متوجه میشه که مادر وطن است، از این بابت وطن است که این بچه سالم، تا تمام مدت میکوشه که این بچه به بیماری دچار نشه، به سلامت روح و روان بزرگ بشه. از این بابت وطن مادره و میخواهد فرزندانش که ماها هستیم روی این وطن زندگی میکنیم بدون دعوا بدون تنش با هم زندگی کنه. الان یه جنبشی شده، یه دی خط نشون میکشن که من اگر اومدیم آقای مسلمان ها هیچی سرشون نمیشه، 100 تا دونم بهشون نسبت میدن بریزین دور. اون یکی میگه نه اون گروه کمونیست هیچی سرش نمیشد بریزین دور. اون یکی میاد میگه این ملیون خیانت کردن به شاه بریزین دور، چرا نفت و ملی کردن و الاخر. خب این که راه چاره ما نیست، این وطن این مادر هر روز در نگرانی است که چه خواهد شد. راه چاره اینه که ما همین صحبتی که الان امشب شد از حقوق خودمون دفاع کنیم و مهمترین حقوقی که در حقوق شهروندی هست حق اینه که من شهروند صاحب وطن هستم، من شهروند حق حاکمیت دارم، چون من شهروند به عنوانی که حق حاکمیت دارم دیگه فرق نمیکنه، همه ملت ایران حق حاکمیت دارن. پس برای داشتن اینکه از این حق حاکمیت برخوردار بشیم باید از مجموعه حقوق هم برخوردار بشیم، طبیعت هم برخوردار بشه و در 4 زمینه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر شهروند حق داره در شفافیت تمام نقش داشته باشه. خب اگه این نقشه بهش ندادن باید چه کار کنه؟ سوال امشب شماست، باید اعتراض کنه. همینطور که یه بچه رو اگه مادر یا پدر اذیتش کرد
اعتراض میکنه، حالا بگذاریم یه موقعی نق میزنه یه موقعی اعتراض میکنه، همینطور که اگر که در چارچوب خانواده یک نفر نفر دیگه رو اذیت کنه، دوتا همسر، اون یکی اعتراض میکنه، همینطور هم در سطح اجتماع است. این حق عمومی است که ما اعتراض بکنیم به وضع موجود اگر حقوق ما رعایت نشه. حالا ملت ایران اومدن در صحنه. من امشب دختر من یه فیلم برای من فرستاده، کوشش کردم بذارمش رو اینستاگرام، هنوز نتونستم، امیدوارم بتونم برای جمع شما بفرستم. و در اینجا یه کسی جمع آوری کرده 3 دقیقه فکر کنم فیلم های مختلفی رو که زنان به شکل های مختلف اینها کوشش کردن که برای احقاق حقوق خودشون، و یه کار زیبایی که کردن اشک در چشمای من آورد. نمیدونم این تیکه مال این اواخره یا مال قبله، که اینها گل هدیه میدن، زنان بی حجاب به زنانی که با چادر هستن توی مترو، و صورت اون رو میبوسه. یعنی یک اعلام دوستی بین زنان به رسمیت شناختن هم دیگه. جامعه حق اختلاف نظر داره، حق اشتراک نظر داره، ولی باید اینو به رسمیت بود که همه دارای حقوق هستیم، همه با هر نظر و عقیده و مرامی حق داره در این وطن که مادر همه ماست زندگی کنه. پس بنابراین باید احترام بگذاریم. حالا تا به حال این استبداد زن رو تحقیر میکرده، چون در تحقیری که میکرده امکان حاکم شدن بر این وطن داشته. زن یه جایگاه خاصی داره، مادر است، تربیت کننده است، همسر است، مدیر خانه است. این رو اگر زن رو استقلالش رو ازش بگیره، بگه من استقلال از تو میگیرم که تو استقلال این که بگویی من میخواهم سرم چادر بکنم یا نکنم ازت میگیرم، رنگش هم من تعیین میکنم، به مجردی که استقلال زن رو گرفت آزادیشو به راحتی ازش گرفته، یعنی حق انتخابش ازش میگیره. حالا در چارچوب خانواده هم هست، مثلا مرد به زن یا زن به مرد گیر میده که مثلا اینو من دوست ندارم، به مجردی که این کارو کرد آزادیش هم ازش میگیره، یعنی استقلالش که ازش گرفت آزادیش هم میگیره. اینها 40 سال استقلال و آزادی زن ایرانی رو ازش گرفتن. به همین تناسب مرد چون همسر است و در چارچوب خانواده میخواد امنیت رو فراهم کنه، اون رو هم از کارایی انداختن. نسل امروز تجربه گذشته رو کرده، میگه من دیگه قائل به این کار نیستم، ایستاده زن و مرد از حقوق خودش دفاع میکنه. البته یه چیز رو توجه بکنه، درسته این زن به شهامت نسل جدید ایستاده، ولی نسل های قبل هم که تجربه کردن و در تجربه دیدن موفق نیستن، نه پیوستن به نسل جدید و همه با هم مرد و زن در صحنه اومدن. و امیدوار هستم که این گلی که اون خانم در مترو به اون خانم دیگه هدیه میده، همه شهروندان به هم هدیه بدن تا استبداد رو ما از این وطن خارج کنیم، حقوق مداری رو ممکن کنیم. و بارها با آقای شفایی که حرف زدیم گفتیم چند هزار نفر در این قانون اومدن و رفتن، هر کدوم یه توشهی با خودشون از این قانون بردن، و اگر اینها الان احساس مسئولیت بکنن و بخواهم برای تحول در ایران فعال بشون، شما تصور کنید که چه حجم عظیمی از یک نوع اندیشه ما داریم که اینو میتونیم به جامعه ایران هدیه بدیم و بگیریم. خیلی خیلی ممنون از این امکانی که به من دادید میکروفون آزاد میکنم. سپاس از شما جناب آقای گلزار گرامی. بله، با امید دنیای به خصوص ایران آزاد و سرفراز. جناب آقای شفایی بفرمایید، خواهش میکنم، ما یک تقدیر شما. مرسی، خسته نباشین. سلام میکنم به همه دوستان. اول گفتم مرسی چون خیلی جلسه جالب و برای خود منم. مرسی خانم وفا، مثل همیشه اطلاعات درجه یک من همیشه کیف میکنم از کاراتون. من فقط یه موضوعی رو که حتی خب صحبت ها همه مشخصا کامل، چند تا مطلب من تو ذهنمه، نظرمه در مورد ماها بایستی نگاهمون رو فقط مثبت بکنیم. این نگاه منفی در واقع یک ترمز برای حرکت رو به جلوی ما.
مثلا مثل صحبت که دوستمون های سبزیان گفتن که در کلاب هاست خانم ها میگن آی فلان است و چنین است. خب بگی شما کار خودتو بکن، من کار خودم باید بکنم، یا یکی میاد میگه این کار خارجی هاست که داره این کار میکنه. خب بگی شما کار خودتون رو بکنید، شما یه کاری دارید، علاقه به یه موضوعی دارید، اینو شدید برید دنبالش، اصلا به حواشی نگاه نکنید. آقا در ایران مردم مقابله به مصر میکنن یا خشونت میکنن اصلا مهم نیست، حقشونه، تصمیم گرفتن، خرد جمعیشونه، دارن کارشون رو انجام میدن. این نباید وارد بحث و گفتگو، میتونیم بحث کنیم اما ترمز نکنیم. این حرکت رو به جلو و نگاه مثبت دقیقا کمک میکنه که ما کارمون کاملا رشد کنه. یا مثلا خب حالا فرض کنیم الان انقلاب شد، حالا کی میاد چیکاره میکنه، کیو بیاد اونجا بیسه، اصلا کاری نداشته باشیم. جمع بلده چیکار کنه، یعنی جمع وقتی به یک موفقیتی میرسه مسیر خودش هم پیدا میکنه. زمان پهلوی جمع تصمیمش رو گرفت، کارش انجام داد، اما به دلیل عدم آگاهی جمعی خب افسار در رفت، رفت جای دیگه. آقای بازرگان اومد نشست اونجا به جنگ به کار مملکت برسه، صبح به صبح میرفت قم دستور بگیره بیاد، عصر میومد تلویزیون قرآن تفسیر میکرد. خب اینا یه نخست وزیر در اون زمان باید، یا یه رئیس جمهور نخست وزیر بود اون موقع، بیاد بشینه این کارا رو بکنه. ایناست که یه خوله اشکال داره. ما نباید این فکر رو بکنیم، ما باید به این یه جمعی حرکت داره میکنه، ما باور داریم این جمع درست داره حرکت میکنه، ما بریم دنبالش، حواشیش هم دونه دونه بذاریم کنار، اصلا هم دقت نکنیم. حالا فردا روزی بگیم آی فلان اشتباه شد، نشد، جمع داره خوب میره جلو و خوبم داره عمل میکنه، نگران این قضیه نباشید. و باورم واقعا این هستش که در حرکت رو به جلو مسائل منفی ایجاد ترمز میکنه و ما اینو باید یاد بگیریم که کارمون، ایدمون، عقیدمون رو باور داریم و دنبال باورمون هستیم، بقیه اندیشه ها رو ما اثر نذاره. مرسی، خسته نباشید. مرسی خانم وفا، آقای گلزار، بقیه دوستان. من مایک رو آزاد میکنم. سپاسگزارم از شما جناب آقای شفایی گرامی. دقیقا درسته که الان همه ما ناراحتیم از تعداد حدود 50 نفر که توی این جنبش اخیر جونشون رو از دست دادن و خود دولت اعلام کرده که بیش از 1200 نفر بازداشت شدن و امروز هم که سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر گفته بود که باید این بازداشت های خودسرانه رو پایان بدن و دسترسی رو به اینترنت در اختیار مردم قرار بدن. ولی در نهایت به قول شما جناب آقای شفایی، همه ما با این جنبش امیدوار شدیم و واقعا خوشحالیم از این اتفاقی که داره میفته و دقیقا همینطور باید نگاه مثبت داشته باشیم به تمام اتفاقاتی که در جریان هست. سرکار خانم وفا، اگر نکته پایانی مونده خواهش میکنم بفرمایید، در خدمتون هستید. اولا اسم اون آقا که گفتم آزمون نهصد آزاده ده، آقای ناصر میناچی بودن که در سال در دولت موقت بود که وزارت در واقع تبلیغات جهانگردی رو تبدیل کرد به ارشاد ملی که بعداً تبدیل شد به ارشاد اسلامی و متاسفم که یعنی اون اسم فرهنگ رو تبدیل به ارشاد بکنی، مثل این لایت کلتور آلمانی هاست که CDU پیشنهاد کرد. حالا خب اینا اشتباه هاییست که باید به این گروه های سیاسی گوشزد کرد که شما این زمینه ها رو ایجاد کردی. الان نهضت آزادی باید واقعا جوابگوی تشکیل سپاه پاسداران و این دولت، این نیروهای موازی باشه. در آینده باید هوشیار باشیم که اینو نیروهای موازی تشکیل نشه. و اما در مورد من صحبت آقای شفایی رو درست میابم که نمیشه رول قیم رو برای ملت بازی کرد. مردم در صحنه هستن، خودشون متناسب با شرایطشون رفتار میکنن، ولی بیشترم القاعاته که
طبیعی خودش بیرون میبره. باید مواظب باشیم که خود ما آنچه که را صحیح میابیم عمل کنیم و توصیه ها، پیشنهاد ها و حتی ذهن ها رو هشدار هامون حکم قیمابی نداشته باشه، در حد یه پیشنهاد باشه و موقعیت مردم در اون رو هم حفظ به اصطلاح در نظر بگیریم. من یه پیشنهاد دارم، حالا که جمع دوستان هستن، ما یه عده دانشجوی در ایران صحبت میکردیم، صحبت بر سر این بود که در این اعتصابات همون جور سال میگو خب اونا جوان هم دیگه، میگوتن تجربه شماها در سال 57 چگونه بوده. من گفتم نگران زیاد نباشید، هر حتی در اعتصابم که میخونید هر صنفی اگر اون کم بضاعت های صنف خودش رو میشناسه پیشنهاد بکنید که هر کس هوای مالی اون کس رو داشته باشه. اون به اصطلاح فرض کنید نانبایی ها که نمیبندن، فرض کنید حالا فلان شرکت های تولیدی میبندن، اون خانواده‌ای که از این طریق واقعا ارتزاق میکنه رو میتونن همون صنف هوادارش باشن و مراکز کمک مالی جمع‌آوری میشه در ایران. اما ما خارج کشوری ها هم به علت فشار مالی که بر داخل بخش زیادی از مردم ایران زیر خط فقر هستند، باید از این امکان وسع مالی خودمون استفاده بکنیم. مسائل یعنی ولی سازماندهی باید باشه، چون اینجا مسئله کسب اعتماد، باید راه‌های دفاع حمایت‌های مالی هم از اگر جنبش طولانی بشه و به زمستان بکشه و سختی کشیده بشه، باید ما در این زمینه هم بسیج بشیم که کمک کنیم، همونجور که در اول انقلاب هم همین بود در خارج کشور، چه از طریق رساندن دارو بود، چه از طریق رساندن پول بود، هر چیز بود، ما جنبش رو باید حمایت بکنیم. فرم‌های مختلف من مرتب از با ایران که در تماس هستم میپرسم نگرانی ها چیست، کجاها خارج کشوری ها میتونن کمک کنن. فرض کنید میگن فلان اطلاعیه رو یه عده دادن برای اعتصابات، میگفتن ما نمیتونیم این رو برسونیم به دست و علت قطعی اینترنت به دست مراکز خبری بزرگ، روزنامه ها و تلویزیون ها و خبرگزاری های بزرگ، اسوسییتد پرس و فلان اینا، ما اینا رو میتونیم بگیریم، ترجمه کنیم و بفرستیم. یعنی کمک هایی که ما میتونیم در خدمت این جنبش باشیم برای رساندن صدای چیز، هر کسی، شما هم که ماشاءالله سازمان یافته هستید و این کارها رو هم انجام میدید، ولی بیاید بر مثلا فرض کنیم، پیشنهاد میکنم یه جلسه رو در کمیته های مختلفی که دارید یه جلسه رو اختصاص بدید که نقش ماها برای کمک به جنبش چیست، و بیایم راه هم سوال بکنیم از کسانی که در ایران، خانواده های خودمون که در این جنبش شرکت دارن، به نظر شما کمبودها کجاست یا در آینده به نظرتون به کجا میرسه، چه بکنیم. حالا یه مثال میذارم خدمتون، یک نقشه رو من دیدم یه نفر برای من فرستاده بود، میگفت که در این قسمتی از تهران بود، در این نقشه از گوگل گرفته بود، اینجا مرکز سپاهه و یه عده نمیدونن، فقط اونایی که اونجا زندگی میکنن از بخاطر رفت آمده میدونن. بعد میگو اگر هر کسی که در ایران هست یا میدونه یا اطلاع داره اینا رو مرکزا رو شناسایی کنه، بگه در خیابان فلان فرض کنه شیراز یا اصفهان یا مرکز سپاه یا تجمع نیروها، چون رفت آمد نیروها رو میبینن دیگه، با ماشین میبرن و میارن اینجاست، و از رو نقشه گوگل برای هر شهری هر منطقی ما تو خارج کشوری امکان برامون هست اینا رو شناسایی بکنیم، برای هشدار که وقتی که میرید تظاهرات نزدیک این مراکز نباشید، در به اصطلاح خیابانهایی فرض کنید تظاهرات رو سامان بدید که نتونن سریع به شما نیرو برسن. خب اینا مثلا یه کارای کوچیکیست که خارج کشور میتونه به داخل کمک کنه. من نمیگم داخلی ها نمیدونن، من میگم اگر نیاز داشتن تهیه چنین نقشه هایی، چون ما در سانسور نیستیم، راحتیم، وقت داریم، میتونیم اینا رو میتونیم به ایران انتقال بدیم و پخش بشه، فرض کنید نقشه های آماده بشه، چاپ بشه، در موقع هایی که اینترنت آزاده به یه عده انتقال داده بشه و اونا بتونن در سطح شهر فرض کنید شیراز، اصفهان، شهرهای مختلف تهران پخش کنن تا مردم مراکز سپاه و بسیج رو بدونن. از این نوع کارها اگر در یه جلسه بیام
لیست بنویسیم چه کارهای خارج کشور میتونه بکنه، کارهایی که به نظر کوچیک میاد ولی میتونه بسیار مؤثر باشه، فکر کنم کار بایسته خوبی باشه. و همچنین کار فرهنگی که خانم محمودی عزیز گفتن، کجاها باید نوشت و نوشت و هشدار داد و مراقب بود و شفافیت رو از قرار داد، مفاهیم رو بس داد، توضیح داد، خطراتش رو توضیح داد، زبان شفافیت به کار گرفت، زبان ابهام، زبان قدرت. هر جا دیدیم یه سازمان سیاسی مبهم حرف میزنه، با سوالهای شفاف نگذاریم در زبان ناشناخته برای جامعه ایران خودشو تحمیل کنه و سوال بکنیم و شفاف سوال کنیم، بسیار کار بایسته است که یک جمع بزرگی مثل شما میتونه انجام بده همراه به بقیه هموطنان در خارج از کشور. امیدواریم که هممون شاهد رشد و روز به روز به کمتر سرکوب و بهترین ابتکارات مردم ایران باشیم، هر روز همگانی تر ببخشید و وجدان همگانی ما رو راهبر بشه به یک ایران آباد آزاد، متعلق به همه شهروندان ایرانی با هر مرام سیاسی، با هر مرام مذهبی، دینی، غیر دینی و از هر جنسیتی، با هر قومیتی، همه کنار هم شاد و امیدوار آینده خود رو بسازیم. و همه درود بر همه شهیدان راه استقلال آزادی ایران که جونشون رو فدای اون آیندهی کردن که نسل ما و نسلهای آینده لذتشو میبرن. امیدواریم که این قوت رو داشته باشیم و توانایی رو داشته باشیم که در خدمت مردم ایران باشیم، نه بر مردم ایران و سلطه بر مردم ایران، همراه اونها و در خدمت اونها باشیم. خیلی ممنون و متشکر بار دیگه از شما عزیزان که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. بسیار از سوالات خوب شما استفاده بردم، از هم نظری شما و از اینکه موضوعات جالبی در رابطه با مسئله امروز رو موضوع قرار میدید برای بحث و تبادل نظر. ممنون و متشکر از همه شما عزیزان. سپاس فراوان دارم سرکار خانم وفای عزیز و جناب آقای گلزار که امروز وقت گذاشتید، در خدمتتون بودیم، خیلی استفاده کردیم از صحبت‌های خوبتون، آموزندتون و پیشنهاد خوبتون در مورد اینکه یه جلسه داشته باشیم برای اینکه چطور میتونیم کمک کنیم و این برنامه‌ریزی‌ها انجام بشه تا هرچه بیشتر بتونیم به این جنبش برحق ملت ایران، امیدواریم که هممون هرچه زودتر به ثمره برسه و ملت ایران به اون آزادی که واقعا استحقاقشو دارن برسن. یه دنیا سپاسگزارم از همکاران عزیز که تو این جلسه همراه ما بودن. اگر سوالی نیست که جلسه رو ختمش رو اعلام کنیم. بسیار عالی، بازم سپاسگزاری میکنم.